به نام خداوند لوح و قلم، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران و دوستان حاضر در جلسه و همکاران و عزیزانی که ما رو از طریق لایو یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران دنبال میکنن. امروز چهارشنبه 17 آگوست سال 2022 مصادف با 26 مرداد ماه سال 1401 با در فراخوان ویژه نمایندگی جنوب آلمان از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در خدمت جناب آقای شفایی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر در ایران با موضوع آزادی بیان و سانسور در ایران است. جناب آقای شفایی، مایک در اختیار شما اگر آماده اید. سلام میکنم خدمتتون، خیلی متشکر از برنامه‌ای که انتخاب کردید و موضوع مناسب که به هر حال بحث آزادی بیان، مطبوعات و همینطور بحث سانسور در واقع در ایران از موارد عمده‌ای که معمولاً در کشورهایی که دولت‌های در واقع خودکامه دارن، دولت‌هایی که به اصطلاح فقط برای خود دولت، برای خودشون دارن کار میکنن هستن. عرض کنم که به هر حال ما میدونیم که هر انسانی صاحب دو حق هست، حق ذاتی و حق شهروندی، و این حق ذاتی یکی از عوامل اونها آزادی بیان اندیشه است. چون کسی که به دنیا میاد اندیشه داره، فکر داره، بعد میتونه بیان کنه، میتونه صحبت بکنه و علاوه بر سایر حقای ذاتی که داره. و دولت ها وظیفه دارن که یا جامعه وظیفه داره که این حقوق رو در واقع احترام بذاره و کاری بکنه که تمام این حقوق ذاتی به مرحله عمل برسه. اما متاسفانه صاحبان قدرت، صاحبان امکانات این اجازه رو و این حق رو همیشه از مردم گرفتن، میگیرن، احتمالاً تا ما آگاه نشیم باز هم خواهند گرفت. اما در رابطه با خود آزادی بیان اندیشه که یکی از حقوق ذاتی ماست، این بیان اندیشه در واقع به اشکال مختلف قابل دیدن، شنیدن هست، از جمله بحث مطبوعات و به صورت نوشتاری است که به صورت کتاب یا به صورت مطبوعات در واقع منتشر میشه. بحث مطبوعات، خب من یه کوتاه یه تاریخچه رو از مطبوعات خدمتتون توضیح میدم که آشنا بشیم که اصلا مطبوعات در ایران چه روندی رو داشته و کجا فضا برای مطبوعات باز بوده، کجا باز نبوده و اصلا مطبوعات چگونه کار کردن. عرض کنم که میدونید که یه چیزی نزدیک به 170 ساله که در ایران مطبوعات یا مطبعه تشکیل شده، یعنی چاپ و چاپخونه به صورت کاغذی در ایران به وجود اومده. اولین قسمتی که در واقع در ایران شما میبینید، عرض کنم که روزنامه‌ای به اسم کاغذ اخبار که در تهران منتشر میشده و در زمان محمدشاه قاجار این در واقع روزنامه پخش میشده، ولی نامنظم بوده، رو قاعده نبوده، مثلا هفتگی بوده، ماهیانه بوده، به اشکال مختلف. اما در زمان امیرکبیر به اصطلاح نشریه‌ای به اسم وقایع اتفاقیه درست شد و که شروع به کار کرد در زمان ناصرالدین شاه، ولی به صورت خیلی منظم. اما بعد از حدود 400 شماره که چاپ کردن تبدیل شد به روزنامه رسمی دولت حالا ایران، در واقع روزنامه رسمی که بعداً دور شام شد روزنامه رسمی شاهنشاهی، کاری نداره. این در واقع وقایع اتفاقیه که از موارد اولیه در واقع روزنامه منظمی بود که در ایران به چاپ رسید و چاپ می شد.
و عملا بعد از یه زمان کوتاهی 4 روزنامه دولتی دیگه به اسم بی تصویر، مصور، ملتی و علمی، یعنی 4 بخش کرده بودن که بعد این 4 رو هم باز دوباره یکاسه کردن و شد روزنامه دولتی ایران. در واقع اینا صحبت ها مال سال 1280 و 85 و 88 و اینا هست. در همین زمان به اصطلاح یکی دوتا روزنامه به نام، حالا من خودم کلمش رو نمیدونم، اروه، چون عربیه نمیفهمم چجور باید خونده بشه، علم الوسقی یا وسوقی نمیدونم، که آقای جمال الدین اسدآبادی در واقع که جز روشنفکرهای اون دوره بود که به مصر و رفت آمدهای مختلف داشت، ایشون انجام داده. و روزنامه اختر هست. این از اینا یه روزنامه بود به اسم قانون، که این روزنامه قانون هم میرزا ملکم خان که بالا از طرف انگلیس اومده بود و جز، به هر حال من هنوز تو تاریخ متوجه نشدم که ایشون ایرانی واقعی بوده یا انگلیسی بوده، چون از انگلیس اومده و عرض کنم در ایران، ولی منشأ خیلی اثرات بوده، خیلی کارهای روشنفکری در ایران داشته، یه بخشی هم از مشروطه بالاخره اسم ایشون هست. در همون دوره که دوره ناصرالدین شاه هست و این چند تا روزنامه رو که اسم بردم براتون، روزنامه اختر و همون روزنامه آقای اسدآبادی، جمال الدین اسدآبادی که وسقی نمیدونم چی هست، دستور سانسورشو میدن، چون اونا در نوشته هاشون گاهی اعتراض میکردن و صحبت میکردن. این اولین دستور سانسور بوده، قبل از اون سانسوری نبوده، ولی خود هست. من صدام بسته بود بسنگیم. این قسمت اولین سانسور در واقع در زمان ناصرالدین شاه اتفاق افتاد و در مرحله بعدی در زمان آقای مظفرالدین شاه قبل از بحث مشروطیت، ایشون هم دومین سانسورش انجام داد و عرض کنم که به این صورت که اعلام کرد که دیگه نشریاتی از خارج به داخل کشور نیاد. برای اینکه آشنا بشی، در اون دوره قاجار در مصر، در ترکیه، کشور عثمانی، در ترکیه عثمانی اون موقع، و در عرض کنم که کشورهای مثل عراق، حتی در پاکستان، روزنامه‌های در هندوستان، روزنامه‌هایی به زبان فارسی نوشته می‌شد و به داخل کشور می‌آمد و این تا یه مدتی هم سانسور نبود، ولی بعد دستور دادن که دیگه چون خارج از کشور راحت سانسور نمیتونستن بکنن، اجازه ورود نشریات خارج از کشور رو آقای مصورالدین شاه دستور داد. خب بعد از این قضایا، یعنی بعدش زمان مشروطه میرسه، که در زمان مشروطه مظفرالدین شاه دیگه عرض کنم که مشروطه رو امضا میکنه و در همون موقع اولین مجلس هم تشکیل میشه و در قانون اساس، قانون اساسیشون هم در واقع راجع به مطبوعات صحبت میکنن و اولین قانون مطبوعات رو در 6 فصل و در 52 ماده تصویب میکنن. این اولین قانون در واقع مطبوعات در کشور ما بود که بعد از مشروطه انجام میشه. حتی اینا خیلی دوره کوتاهیه، چون بعدش پسرش محمد علی شاه که پادشاه میشه کودتا میکنه، مجلس رو به توپ میبنده، مثلا یک استبداد، یه بهش میگن دوره استبداد صغیر بهش میگن، اون آقای لیاخوف و اینا رو میاره و عرض کنم مجلس رو به توپ میبنده و اولین کاری هم که میکنه شروع میکنه به بستن مطبوعات و تعطیل کردن مطبوعات و همینطور کشتن در واقع کسانی که صاحب نشریه بودن، روزنامه بودن. یکیشون آقای سور اسرافیله، آقای خراسانیه که روزنامه به اصطلاح روح القدس رو داشته و با ملک المتکلمین در واقع و عده دیگر رو در باغ شاه بعد از که این کار رو میکنه میبره و اعدام میکنه، که راجع به این دوره اعدام هم یک کتاب ویژه نوشته شده
اگر دوستان برن بخونن جالبه که چگونه میبرن چکار میکنن و اینا انجام میشه. و یه عده‌ای هم مثل خدا و مثل مثلا نشریه مساوات اینا هم چون متوجه میشن فرار میکنن از ایران میرن به خارج. و در واقع در اون زمان نشریاتی مثل ستاره ایران، عصر جدید، گلشن، نسیم شمال، شفق سرخ، رعد، برق، نوبهار، یعنی کلی نشریه بوده. یعنی بعد از اینکه آزادی مطبوعات اومد کلی مردم فعال شدن، شروع کردن به آگاهی رسانی و صحبت کردن. که به هر حال بعد از اینکه محمد علی شاه فرار میکنه در واقع این نشریات شروع به فعالیت کردن و همزمان جنگ جهانی اول میشه و متاسفانه از طرف عثمانی، روسیه و انگلیس ها در ایران مورد تهاجم قرار میگیره. و همزمان در واقع این مدت یه دوره کوتاهی در واقع مطبوعات یه جزئی آزاد بودن ولی بعد از اون دوباره در همون جایی که در واقع جنگ جهانی میشه مصوبه میاد که تمام نشریات بایستی دوباره از هیئت دولت مجوز بگیرن. یعنی این در واقع باز به نوعی کوتاه کردن دست مطبوعات هست. خب بعد از این که میدونیم ما بعد از این جنگ جهانی اول بلافاصله با کودتایی که سید ضیا که خودش یه روزنامه‌نگار بود و سه تا نشریه داشت با رضا پهلوی، رضا خان یا حالا رضا شاه هر چی دوست دارید با ایشون در واقع کودتا میکنن و میان تهران رو به دست میگیرن و در واقع این کودتا عملا یک نوع بختکی بود برای مرگ در واقع نشریات، روزنامه ها. البته خود سید ضیا که مدیر سه تا روزنامه شرق، رعد و برق بود خودش در واقع جزء قاتل روزنامه ها شد. درست صد روز 99 روز در واقع ایشون نخست وزیر بود و کلی از این کارها کرد. بعدش هم دیگه خب رضا خان هم همین خدماتی که ایشون کرد و مطبوعات اومد بستن ادامه داد. در این دوره هم که میدونید بحث سر کشور جمهوری بشه چون دیگه احمدشاه رفت به فرانسه و مملکت در واقع نه شاه داشت نه جمهوری داشت، چیزی نداشت. رضا شاه هم به خاطر اینکه بتونه در واقع مثل ترکیه جمهوریت اعلام بکنه و میاد تو مجلس و تو مجلس هم دیگه مخالفت میکنن مثل مدرس و عرض کنم که چند نفر دیگه که تو مجلس مخالفت میکنن و این باعث میشه که در واقع بیاد و بره داستان پهلوی رو ایجاد کنه و یه سلسله پهلوی رو ایجاد کنه در سال 1304. اما در تمام این دوره ها در واقع در همون دوره کودتا و سردار سپه بودن، شاه نشده بودم، کلی از به اصطلاح مخالفینش رو که روزنامه داشتن بست و حتی میرزا حسین خان سبا رو شلاق زده مال روزنامه ستاره ایران یا میرزاده عشقی که نشریه قرن بیستم داشته در واقع مخالفش بوده در واقع از شکنجه میکنه و دستگیر میکنه. حالا داستاناش دیگه من نمیخوام، میخوام برسم به اون اصل قضیه‌ای که به روز باشه، زیاد نمیخوام با تاریخ گرفتارتون کنم ولی تاریخو میشه آشنا بشین باش. خب این دوره کودتا در واقع رضا شاه تا به اصطلاح اخراج رضا شاه به جزیره موریس، در این دوره دیگه آزادی مطبوعات وجود نداشت و کلی کشتن، لباشون رو دوختن، شکنجه کردن، حالا اینا دیگه اصلا قضیه خلاصه. ولی از سال 1320 که دیگه محمد رضا به سلطنت رسید در اون دوره در واقع مطبوعات یک آزادی داشتن در واقع، نه؟ چون
نه دولت قدرتی داشت که بخواد به اصطلاح سرکوب کنه، نه قاعده بودش و دائم مجلس هم دو ساله بود و مجلسی هم که تشکیل میشد هنوز شکل نگرفته، باید تعطیل میشد، گروه بعدی میومد. اون موقع احزاب مختلف بودن طرفدارای انگلیس، مثل خود سید ضیا که دوباره بعد از فرارش دوباره بعد از سال 1921 دوباره برگشت، خود حزب توده داشت پا میگره و شکل گرفته بود و سایر احزاب دیگه‌ای که در اون دوره بودن، هر کدوم در واقع به صلاح خودشون نشریاتشون رو با اندیشه‌های خودشون منتشر میکردن. یک در واقع آزادی، در واقع به نظر من این آزادی است، آزادی مطبوعات وجود داشت. حالا یه عده از این آزادی‌ها سوء استفاده میکردن، کاسبی میکردن، دلالی میکردن، مینوشتن که یه پولی بگیرن. و من اتفاقا با یکی از اینا در شیراز دوست شده بودم و ایشون از پیرمردای بود، داشت خاطراتشون میگفت، ایشون روزنامه داشت و به من میگفتش که آره ما کارمون فقط این بود که بریم پلو فلان وزیر فلان وکیل یه پولی بگیریم مقاله به نام اون بزنیم. هرچم اونا میگفتن 4-5 تا از دولت مردا رو داشتن این کار. این در واقع اون موقع باب بود، در واقع برای اینکه هنوز آگاهی و هنوز اون رشد فکری در جامعه وجود نداشت که روزنامه نگاری برای خاطر وظیفش کاری انجام بده، فقط شده بود یه بخشی از نون بود. این دوره تا 1332 28 مرداد وجود داشت. حالا در یه دوره‌ای هم که دیگه اصلا آزادی مطلق بود، در دوره نخست وزیری مصدق، که در دوره مصدق حدود نزدیک به 2 سال هیچ نشریه‌ای بسته نشد، هیچ نشریه‌ای به اصطلاح محکوم نشد، نبستنش، به خصوص هر کسی هر آنچه که به خود مصدق میگفت یا حتی به دربار یا به جایی هم چیزی میگفت، کسی اجازه نداشت اینا رو بره ببنده و یک آزادی مطلق در مطبوعات وجود داشت. یعنی این دوره 20 تا 32 رو میشه گفت یک آزادی مطبوعات وجود داشت که یکی از نشریات همون باختر امروزه که اون آقای فاطمی که بعدن شد به اصطلاح از وزرای دکتر مصدق بود که اعدامش کردن، یک نشریه به نام شاهد بود. اینا جز نشریات بودن که آقای بقایی در واقع تولید میکردن و کار انجام دادن. حالا من دیگه دنبال این اسامی نیستم. میرسیم به بحث اصلی ما. من دوستان اگر الان سوالی دارید، موردی دارید، میتونید بپرسید، اگر نه من ادامه بدم. من ادامه میدم خدمتتون. من تا اینجا یه تاریخچه گفتم عبوری، ولی اگر دوست داشته باشید میتونید مطالعه کنید، یه موقع هم لازم باشه من خودم میتونم مثلا شاید نوشته هم بفرستم برای چاپ و اینا، برید مطالعه کنید. اما بعد از دستگیری مصدق و در واقع برگشت شاه و کودتای 28 مرداد، یکی از اقداماتی که حالا در اون دوره اتفاق افتاد قانون مطبوعات بود. قانون مطبوعات مصوبه 1334. این قانون مطبوعات در واقع دنباله همون قانون مطبوعات زمان مشروطه هست که در 6 فصل انجام شده با 52 ماده. این یه تغییراتی در واقع انجام شده، اما یه اما داره که این اما در واقع تمام نگاهش اون موقع نگاه بر این بود که مثلا آزادی بیان وجود داشته باشه، مطبوعات آزاد باشند و و و و. اما در این دوره در واقع اومدن یک سری در واقع تمهیدات داشتن به خاطر همون دوره‌ای که آزاد بودن مطبوعات، خب به دربار توهین می‌کردن، مقاله علیه دربار می‌نوشتن و نخست وزیر، وزیر اینا رو در واقع به ایراد می‌گرفتن و زیر سوال می‌بردن، یه سری قواعد گذاشتن. این قانون مطبوعات که در سال 34 گذاشته شد، من اگر اجازه بدید سب می‌کنم، چون من تفکیک کردم کامل این قانون مطبوعات 1334 با قانون مطبوعاتی که در جمهوری اسلامی هست. یعنی این دوتا عین همن،
فقط شماره مادهشون فرق کرده و اونجا مثلا بین 100 تا 500 تومن جریمه میکردن، اینجا مثلا از 1 میلیون تا مثلا 5 میلیون. یعنی یه چی؟ یعنی ولی اصل قضیه همین بود، اصل قضیه بستن تمام نشریات بود. یعنی اگر یه کسی به شاه توهین میکرد، کل نشریه باید تعطیل میشد، میرفت پی کارش. حالا 50 تا کارمند داره، 20 تا کارمند داره، دیگه معلوم نیست چی کار باید بکنه. من این رو ازده بدیم، من بعداً در آخر کار با تون صحبت کنم. بعد از این دوره در واقع خفقان در دوره پهلوی، بر اساس این قوانین نشریات نمیتونستن کار کنن. در همون دوره نشریه آسیای جوان بود، امید ایران بود، عرض کنم که تهران مصور بود و و نشریاتی بودن که اون موقع چاپ میشدن در سال 38, 39, 40, 41 که یواش یواش اینا بسته شدن، که دقیقا بعد از انقلاب، یعنی از سال 57 که انقلاب شد، همین نشریات دوباره وارد بازار شدن، یعنی با اسامی خودشون، یعنی امید ایران، تهران مصور و عرض کنم حالا آسیای جوان، حالا اسما من زیاد یادم نیست، متاسفانه وقتم نکردم برم اسامیشون رو کامل در بیارم، ولی روزنامه‌ای که در دوره پهلوی هم بسته شده بودن اومدن. چون در دوره پهلوی هم دوستان نشریات آزاد نبودن و هر نشریه‌ای حالا طبق اون قواعدی که در خود موادشون وجود داره بایستی حتما از طریق ساواک تایید می‌شدن، می‌اومدن بیرون و حتما از طریق وزارت فرهنگ باید تاییدیه می‌گرفتن و آدم‌ها باید مشخص می‌شدن، حالا انواع اقسام موضوعات که باید حالا نوشته شده تو قوانین. غیر از اون در اون سالها در واقع هیچ گونه حزبی وجود نداشت. حزب وجود داشت، حزب انواع احزاب وجود داشتن، ولی احزابی بودن که مثل حزبایی که الان در زمان جمهوری اسلامی باید به ولایت فقیه احترام بذارن یا بپذیرنشون، اونجا باید دربار و مشروطه و پهلوی رو باید میپذیرفتن، اگر نه نمیتونستن. این احزاب هم شامل حزب ملیون بود، حزب مردم بود، حزب ایران نوین، همین احزاب اینا، ولی همه آدمای خود پهلوی بودن. مثل اینکه الان اگر تو ایران یه حزب بخواد راه بیفته، خب حتما باید از بدنه آقای خامنه‌ای یا از سیستم خامنه‌ای باید مجوز بگیره بیاد دیگه، مگه آقای کروبی نیومد حزب درست کرد؟ ولی هیچ چیزی نداشت دیگه، فقط یه اسم حزب و بعد یه مجتمع آوردن و بردن. خودش هم که میگم من 3 میلیون عضو دارم، واقعا رأی‌گیری شد 500,000 تا رأی بود. حالا اینا معضلات سیستماتیک مملکت ما هست، حالا زیاد ناراحت نباشید. به هر حال میگم به دلیل نبود اون احزاب و نبود آزادی بیان اندیشه، عملا مطبوعات هم در همون حالت بودن و مطبوعات تبدیل شده بودن به یک موضوعی که در واقع خودسانسوری، یعنی یه سانسور ساواک مال سرش بود، یه خودسانسوری، برای اینکه وقتی سانسور طولانی میشه آدم ها عادت میکنن که نوعی خودشون رو سانسور بکنن. همه ما هم همینیم، نه اینکه نه، یعنی شخصا هم همه همینیم، یعنی یه جایی میرسیم که فلانیه دیگه، مثلا آخه نمیشه دیگه، میدونی منظورم چیه؟ اینا اون چیزاییه که ترمز ما رو میگیره و رشد ما رو اجازه نمیده، و این خودسانسوری همون دردیه که سالیان سال سرکوب در جامعه ما و در فرهنگ ما ایجاد کرده و الان همه تون هم احساسشو دارید. همه قلم برمیدارید بنویسید میگید نه اینو ننویسم، شاید به فلانی بر بخوره، اینو ننویسم، شاید فلانی مثلا این دینش اینه، شاید مثلا مرامش اینه، حالا یه جویی حلش کنیم با همون تعارف و با همون مسائل این چنینی. اما برای اینکه بدونیم زمانی که سال 57 انقلاب شد، یک شکوفایی در واقع در جامعه ما روشن شد. متاسفانه شما ها موقع نبودید و من بودم زمانو، و کلی روزنامه های اومد، همون روزنامه هایی که از قبل بسته شده بودن، یه سری احزاب
روز کردن، چه احزاب کمونیست، چه احزابای مختلف که ملی مردمی بودن، شروع کردن به درست کردن نشریه، خود احزاب کتاب میدادن بیرون و این کارها را انجام میدادن. میخواید من قطع کنم مثل که آقای یگانه سوال دارن؟ جناب شفایی، من حالا میخواد یا الان سوالا رو بپرسن یا به یه جایی برسه که دوباره شما بگید. الان انقلاب این دیگه صبر میکنین ببینین چه دوستان سوالی باشه. دارن. خیلی عالی. پس اگر دوستان سوالی دارن که خب. جناب آقای یگانه ماک تاریخیش. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و ممنون از برگزار کنندگان این جلسه و همچنین آقای شفایی. عذرخواهی میکنم من شاید صدام یکم خوب نباشه چون توی مسیر هستم، ولی خب بحث قشنگ بود و گفتم که حداقل منم یه سوال بپرسم. سوال من اینه که چجور میتونیم ما تمایز بدیم نشریات زرد رو با نشریاتی که واقعا دارن کارشون رو درست انجام میدن؟ مثلا من یه مثال بخوام بزنم، تو کشور سوئیس ما چندین حزب داریم که بسیار راسیست هستن و بسیار کارهایی که انجام میدن قابل دید هست، یعنی مردم دارن لمسش میکنن، ولی خب نشریات اینجا هیچ موقع حالا به صورت تند انتقاد نمیکنن. انتقاد دارن ولی انتقادشون آنچنان که باید و شاید تند نیست. ولی خب حالا جناب شفایی گفتن که دوران پهلوی خب اینجور بود و نشریات بد و بیرا می نوشتن و این باعث شد که نشریات بسته بشن. حالا ما که اون زمان نبودیم، ولی این نشریات طرز بیانشون و یا اون اتهاماتی که می زدن به پهلوی آیا در اون حدی بود که قابل مانور باشه و یا مثلا یه جوری که حالا هم به حکومت بر نخوره، هم تخریب نباشه و هم انتقادشون رو کرده باشن؟ چون تو اونجایی که تا اونجایی که من شنیدم خب همه چیز تا الان 50-50 است، یه عده موافق پهلوی‌اند، یه عده مخالف پهلوی‌اند و این سردرگمی مونده که آیا واقعا اینا بد بودن؟ اگه بد بودن خب انقلاب شد رفتن، اگر خوب بودن چرا انقلاب شد؟ و نشریات کجای این داستان بودن؟ آیا دامن زدن به این انقلابی که اتفاق افتاد؟ و کلا این داستان من می‌خواستم اگر امکانش باشه جناب شفایی یه توضیح در موردش بده. ممنون. من مایک آزاد. سپاس از شما جناب آقای یگانه. جناب شفایی مایک در اختیارش. جناب شایگان هم از که سوال دارن سوالشون بپرسن من بعدا. اوکی بله. جناب شایگان مایک در اختیارشون، بفهم. درود و عرض ادب خدمت همه عزیزان و آقای شفایی عزیز، ممنون از این بحث بسیار خوب و عالی. من یه سوال از آقای شفایی دارم در مورد همین بحث مطبوعات. اون دوره‌ای که فرمودن یه آزادی کاملی بود، دوره آقای مصدق و دوره‌های قبل و بعدش که نبود، می‌خوام ببینم چه تفاوتی ایجاد شد اون دوره‌ای که آزادی بود و اون دوره‌ای که آزادی نبود. چون همونطور که می‌دونیم خب سطح سواد اکثر جامعه ما مثلا خوندن و نوشتن هم یعنی بلد نبودن که بخوان روزنامه بخونن، پس این روزنامه برای افراد و اشخاص خاصی چاپ و منتشر می شده. پس چه تفاوتی ایجاد شده بین اون دوره که آزادی بوده می تونستن بگن انتقاد کنن یا هر چی و اون دوره که نبوده؟ خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خب من ادامه میدم. بسیار خب عرض کنم که خب این دوتا سوال خودش کلی وقت میگیره، ولی من آمادگی دارم جواب بدم. اول این که فرق روزنامه زرد و روزنامه درست، تشخیصش با خود مردمه. این تشخیص با خود مردمه، هیچ فرقی نداره. الان داریم در اینجا روزنامه هایی هستن که فقط شلوغ میکنن، مطالب ویژه رو بولد میکنن، عنوان میکنن.
داریم نشریاتی که مطالب علمی می نویسن، کاریشون رو انجام میدن، خب خیلی هم عادیه، یعنی چیزی نیست. این فرق این دوتا ما باید تشخیص بدیم، یعنی اینا هر کدوم خواننده خودشو داره، هر کدوم شنونده خودشو داره، مثل احزاب میمونن. شما هر حزبی به قول معروف، حالا من کلمه خوبی نیست، کلمه مشتریای خودشو داره، هر نگاه مشتری خودشو داره، خواهان خودشو داره. در رابطه با این که ما بیایم فاصله بذاریم بین اینا که این بده اون خوبه، اصلا اجازه نداریم. چرا اجازه نداریم؟ چون اگر بیایم فاصله بذاریم، داریم دیدگاه فردیمون رو مطرح میکنیم. شاید اون کسی که الان داره به صورت انتقادی به عنوان یه نشریه زرد شناخته میشه، گفته میشه، شاید حرفاش حرفای مفیدیه و میتونه در جامعه اثر بذاره روی کسایی که در رأس هستن یا در قدرت هستن یا در تصمیم گیری هستن. اینه که اصلا این فاصله رو بین خودتون ایجاد نکنید. شما انتخاب با خودتونه، تشخیص میدید این نشریه برای شما مفیده، پیگیری میکنید، جالب نیست میذارش کنار، اصرار نیست، خیلی بخوای مطالعه کنی اونا رو هم مطالعه میکنی، بله خودت حلاجی میکنی. اینه که این فاصله رو فراموش کنید. اما راجع به این که اون دوره آزاد بوده، ببینید بحث من سر دوره آزاد این هستش که کسی که نشریه داشت برامش مینوشت، انتقاد میکرد، هر کاری میخواست میکرد، کسی نمیتونست بیاد ایراد بگیره. البته به دلیل که قانون مطبوعاتی که وجود داشت عین این اجازه رو داده بود تا قبل از سال 34، یعنی دوره در واقع قوانینیه که در سال بعد از مشروطه در واقع انجام شد. این وقتی که انجام شده در واقع این وجود داشت، اما دولت چون قدرتی نداشت، یا پهلوی اون قدرت رو نداشت، در زمان رضا شاه قدرت رو داشت، خفه کرده بود همه رو، اما وقتی پسرش اومد نشست، در واقع دولت دست انگلیس و روس بود و احزابی که اونا حمایت میکردن. حالا نمیدونم چقدر تاریخ آشنا هستید، تا سال 32 که دیگه اومدن با طریق آمریکا اومدن کودتا کردن و مصدق رو گشتن کنار، تا اون موقع تحت الحمایه بود و بعد از اون سال 1335 اومد ساواک رو درست کرد، آقای تیمور بختیار رو آورد، ساواکی ایجاد شد، یواش یواش قدرت به دست گرفت. حالا از سال 40 دانشگاه رو سرکوب کرد و اینا رو دیگه من کاری ندارم، اینا بحث روز نیست. اما من میخوام بگم که انتقاد برای یک آدمی که به اصطلاح خودکام است کافیه بدترین عکس‌العمل رو نشون بدن. شما وقتی که یک انتقاد بکنید، حالا من دارم میگم در خود به اصطلاح قانون مطبوعات سال 34 ماده 12-13، ببینید ماده 16 در فصل 3 قید کرده هر کس به وسیله روزنامه، مجله یا هر نشریه دیگری به مقام سلطنت یا شخص شاه، ملکه، ولیعهد توهین کند، به مجازات از 1 تا 3 سال حبس محکوم می شود. حالا مجازات توهین به خاندان سلطنت مثل پدر، مادر، اون از 1 تا 3 ساله، یا از 3 ماه تا 1 ساله. این همینو ما در جمهوری اسلامی هم داریم دیگه، فکر کنم 27ش باشه، آره، یا 26 یا 27، همین اصل 3ش هم مثلا فصل 3ش هم هست که گفته اگر به روحانیون و اینا مثلا یا به اینا اگر توهین بکنید باز شما همین بلا سرتون میاد. این یکی از مواردی که دارم عنوان میکنم. نتیجتا هر انتقادی پیامد داره و این پیامداست که درد جامعه است، جلوگیری از رشد میکنه و ما رو وادار میکنه به خودسانسوری. اینو یادمون نره، ما وقتی که سرکوب هستیم خودسانسور میشیم دیگه، خود به خود جلو دهنمون رو میگیریم، خود به خود جلو قلممون رو میگیریم. اگرم مینویسیم یه جوری مینویسیم که مثلا حالا حالا یارو 6 ماه بگرده تا بفهم منظور ما چیه. مثل اشعاری که شعرهای ما دارن، شما یه شعر میخونه طرف
از حافظ میخونی، از اون یکی میخونی، اصلا 6 ماه موندی معطل، این چی میگه؟ بعد حالا یکی تفسیر میکنه، میگه این منظورش خداست، اون میگه منظورش میخانه است، اون منظورش هم یه جای دیگه است. من که تو این کارا نیستم، نمیدونم من، ولی واقعا این به خاطر اون سرکوباست، اون به خاطر ترسه که مجبور میشن آدم ها به شکل دیگری صحبت کنن و این خودش خودسانسوریه و آدم از آرامش میاد بیرون و همیشه در هیجان، در استرابه. من پاسخ این دوستمونم من بدم. همین گفتم دیگه، دوره خفقان و دوره‌ای که دوره آزادی بوده چه فرقی کرده. ببینید، دنبال فرقش نگردیم، دنبال اثرش بگردیم. معلومه آدم ها بی سواد بودن، نمیخوندن، جزء فرهنگای ماست، ولی بالاخره یه عده‌ای میخوندن، همونا که میخوندن برای اونا که نمیدونن براشون میخوندن. میدونید که یه زمانی بچه‌ای که سواد داشت میشه برای پدر مادرشون روزنامه میخوند، یعنی این شکلی بود و هیچ مانعی نداشت، ولی روزنامه چاپ میشد، میومد و در اختیار قرار میگرفت. اینجاست که به دلیل نبود آگاهی از حقمون، آدم ها تحت فشار، بدونی که بدونن آقا حقشون آموزش پرورشه، حقشون آگاه شدنه، حقشون شنیدن سالمه، دروغ نگفتنه، حقشون سالم زندگی کردنه. این حقوقو چون نمیدونستن، هرچی میگفتن اونا هم قبول میکردن. اون ناآگاهان هنوز هم هستن دیگه، یعنی الان هم شما با اینکه ما این همه دکتر و مهندس داریم تو مملکت، حالا نمیگم همشون قلابی هن، ولی حداقل 80% واقعی هن. خب همین واقعی هم الان باشون حرف بزنی بسته است، یعنی یه جایی گیر میکنه. من تعجب کردم، برای اینکه اون عباسی اومد شروع کرد توهین کردن به فوتبالیستا، به زنهای فوتبالیستا، 10-15 نفر اعتراض کردن. پس ما این همه فوتبال باز توی مملکت داریم، همه 30 میلیون قرمزن، 20 میلیون هم آبی هن، چی شدن؟ اصلا ککشون نگزید. ببینید ایناست که این میشه بحث خودسانسوری، یعنی جرعت نکردن جواب یه آدم یه لاغوا رو بیان بدن. یا همین یکی که الان برای علی کریمی گفته بود آقا به جایی که همه خرج علکی بکنید، برید به این فقرا، مردم رو به داد اونا برسید، نزدی که تو میدی که یارو دعا کنه حالش خوب بشه، خب پول داروشو بده، نمیخواد این کارو بکنه با دعا بره. طرف واسه یه مش فوش و بدی را بهش گفته. اما عکس العمل ما چیست؟ ما که میگه ما مردم کجاست؟ نمیخوام برم جلو، ولی مهم اینه که وجود داشته باشه اون آزادی بیانه، وجود داشته و همون آزادی بیان اثر خودش رو داره. اثر خودش همون بود که بعد از کودتای مصدق، اثرش این بود که 4 ماه بعد 16 آذر اتفاق افتاد، دانشجو معترض شدن به شاه، از علتش همون بود که شاه مجبور شد بیاد قانون مطبوعات اینجوری درست کنه، مجبور شد بیاد ساواک درست کنه، مجبور شد که جلو دهنا رو بگیره، مجبور شد که هر سال حمله کنه به دانشگاه که 3 تاشو من توش حضور داشتم. و از اون به بعدم همینطور، خب یه سری هم مخالف، یه سری رو تو خونه های تیمی بگیرن، یه سری تو جنگل بگیرن، یه سری همین جوری بگیرن اعدام بکنن و و و. این مال همون پیامده است. یعنی مطمئن باشید هر گونه کلمه ای که از به عنوان یه مورد مثبت گفته بشه، در نوشته بشه، منتشر بشه، اثر خودش رو در جای دیگه میذاره. همون اتفاقی که در کانون داره میفته الان، در کانون میبینید که الان ما ماهی 14-15 تا جلسه داریم برگزار میکنیم، سخنرانی و و و و، زیاد هم تبلیغ نمیکنیم، همین مطرح میکنیم، میذاریم توی نشریات، میذاریم توی به اصطلاح سایت ها. یواش یواش آدما آشنا میشن به این صحبت ها. این مهمه که به مرور آدما آشنا بشن. نمیشه با تفنگ گرفت تو مغزشون که آقا یالا بگو ما حق ذاتی داریم، حق شهروندی داریم. تا درکش نکنه که نمیشه، که باید آروم آروم مطرح کنیم، عنوان کنیم، که تک تکمون متوجه اون حق واقعیمون بشیم. من زیاد صحبت کردم، ببخشید. مثل که آقای کریمی سوال داشتن خودشون.
من حالا سوالم رو میپرسم ولی خب آخرم میتونستم بپرسم. من فقط میخواستم ببینم از دیدگاه یک فعال حقوق بشر و اون آزادی بیانی که داره چقدر میتونه گسترده باشه این آزادی بیان، یعنی اگر مطبوعاتی بخواد بی احترامی بکنه و حالا از ادبیات دیگری استفاده بکنه آیا این اجازه رو داره یا نه، و نشریه‌ای که بخواد بر فرض مثال مثلا از یک گروهک تروریستی حمایت بکنه آیا اون هم مشمول آزادی بیان میشه یا اونو دیگه میگن نه، یعنی یه فعال حقوق بشر باید بگه نه تو حق نداری این کارو بکن، یا میگن آزادی که حتی اگر اون گروه تروریستی هم حمایت بکنه. من سوالم ممنونم. ببینید عزیز من، وقتی که بحث حقوق بشر است، آزادی آزادی مطلق هست، اما آزادی مطلق خودش خود به خود یه جایی گیر میکنه، چون احترام متقابل دیگه، یعنی من تا اونجای آزادی بیان اندیشمو دارم که به امیر حسین کریمی تهمت، توهین، افترا نکنم. چرا؟ چون باید برای تو هم احترام قائل بشم دیگه، برای تک تک آدما باید احترام قائل بشم. این بحث بحث سانسور نیست، این بحث احترام متقابله. یعنی وقتی بحث حقوق بشر هست، شما آزادید صحبتاتون رو بکنید، کاراتون رو انجام بدید. حالا اگر یه موقع اضافی رفتید، خب طبیعی، قانون هست، قاعده هست، شکایتی هست، میان رسیدگی باید بشه. این ایدئال این چیزاست. اگر از یک گروه، اولا به نظرم گروهک لازم نیست بگیم، گروه کافیه، چون وقتی گروهک میگید میزنیشون کنار، ولی گروه هم یه گروه هم، 10 نفرن دارن یه کاری انجام، اون میتونه مورد احترام شما نباشه، اما نمیتونید بهش توهین کنید. ببینید اینا اون چیزاییه که یعنی باید این روابط متقابل رو باید ما در آزادی بیان اندیشمون داشته باشیم. در مطبوعاتمون هم همینه. الان من نشریه آزادگی رو که دارم، به همه میگم هر آن چه دلتون میخواد بنویسید، فقط توش توهین مطلق نکنید، یعنی توهین نکنید. یعنی اگر دارید یه اسمی رو میارید، اسمو با احترام میارید، حق ندارید اون اسمو بیارید و دوتا فوش بد و بیرام جلوش بذارید. این سانسور نیست، این احترام به ادبیات، احترام به ادبیات دیگران هستش. این باید باشه، یعنی در واقع اون مطلق به معنای مطلقش هست، با توجه به احترام به حقوق دیگری است. من اگه اشکال نداره ادامه بدم. ببینید ما رسیدیم تا انقلاب سال 57. بعد از اینکه انقلاب شد، بلافاصله نشریاتی که سالها در دوره پهلوی بسته بودن شروع کردن به فعالیت کردن، از جمله میگم تهران مصور، امید ایران، دیگه آسیای جوان، اینا فعالیت کردن، و روزنامه‌ای بود به اسم آیندگان، اینا شروع کردن به فعالیت کردن و در واقع انتقادشون از انقلاب میکردن، جایی که انقلاب اشتباه میکرد مینوشتن. احزاب شروع کردن به تولید نشریاتشون، چه احزاب کمونیستی، چه احزاب دموکرات، تمام اینا شروع کردن به تولیدات نشریهشون و انتشار اونا، و کلی هم تو بازار، حتی مال مجاهدین خلق که اصلا تمام بچه های مجاهدین دستشون میگرفتن تو خیابون هم پخش میکردن، که کلیشون سال 60 گرفتن و در همون جوانی 15-14 سالگی اعدام کردن و و و و. این اتفاق از سال 57 تا حدود 60، تا اوایل 60 در واقع یک آزادی در مطبوعات، در انتشارات وجود داشت، که من در همون دوره شاید 300-400 تا کتاب خریدم، جمع کردم، بردم خونه، شروع کردیم حالا بشه یواش یواش خوندن، چون دیگه راجع به همه چی می نوشتن، یعنی هر کتابی که ممنوع چاپ بود دیگه چاپ می شد. چرا؟ مثلا زمان پهلوی خب خیلی از کتابا چاپ نمی شد، اونم به دلیل همون بحث سانسور و بحثایی که وجود داشت. نتیجتا همه این آزاد شده بود و شروع شد به تولید. اما بعد از سال 60، یعنی با شروع سال 60، عملا یک خفقانی در جامعه ایجاد شد. چرا؟ چون احزاب سیاسی تماما علیه جمهوری اسلامی حرف می زدن و جمهوری اسلامی هم طاقت نمی آورد، همزمان هم جنگ رو شروع کرده بود. نتیجتا به بهانه جنگ
که ما رو تخریب نکنید، جنگ میخواییم بکنیم، تو از دشمنی، تو از اسرائیل پول میگیری، تو از عراقی، جاسوسی. شروع کردن به بستن تک تک این نشریات و جلو گرفتن از تمام احزاب، یعنی دیگه حزبی وجود نداشت. تمام کمونیست ها که حزب داشتن دفتر زده بودن، امکانات ایجاد کرده بودن و نشریاتشون منتشر میکرد. حتی حزب توده که اصلا تو دستگاه بود تا سال 61 توی رژیم بود، اصلا تا کیانوری رو گرفتن و بعد دیگه حزب توده رو تارمار کردن، نشریه مردم چاپ میشد میومد. حتی بعد از اونم تا چندین سال نشریه مردم چاپ میشد، بین مردم پخش میشد. نشریه مردم مال حزب توده بود. خب اینا در واقع این ولی تمام به صورت بسته و عملا خفقانی که در دوره پهلوی در زمان رضا شاه اول و اما از زمان سید ضیاء و کودتا تا سال 20 وجود داشت و از سال 32 به بعد تا انقلاب وجود داشت، یعنی یه دوره 12 ساله 20 تا 32 و یک دوره 2 ساله از 50 آخر 57 تا اوایل 60، یعنی 58-59 یه دوره آزادی مطبوعات وجود داشت که در اون دوره کلی کتاب ها چاپ شد، کلی مطالب نوشته شد، روزنامه های متعدد. متاسفانه من اسامیشون رو جمع‌آوری نکردم و این اتفاق افتاد. اما بعد از جنگ در واقع یه بحثی دوباره آزادی شروع شد، یه بحث اصلاح طلبی و دکون های اینچنینی شروع شد و با اینها یه سری نشریات شروع کردن به فعالیت کردن. طبیعتا اونها هم برای جایگاه خودشون، نه برای اصلاح جامعه. حالا من یه مثالم آخر کار بهتون میزنم که در جریان باشید، که موقعی که چون میدونید که مجلس پنجم دوره‌ای بود که در واقع میخواستن در واقع قانون مطبوعات رو تصویب کنن و این تصویب قانون مطبوعات به مشکل برخورد کرد و همون زمان در واقع بستن جلوشو. بعد داستان 18 تیر پیش اومد، مشکلات روزنامه سلام و و و که یه ما پیش راجع بهش صحبت کردیم، این اتفاقاتی افتاد. اما مجلس ششم در واقع درست نزدیک به یک ده ماه بعد از 18 تیر، مجلس ششم با حاکمیت اصلاح طلبا درست شد و اینا اومدن اولین قدمشون هم اصلاح قانون مطبوعات بود. حالا اینجا یه قانون مطبوعات توسط سعید امامی یا اسلامی، همون که تو زندان داروی دارو بهش دادن و کشتنش و حالا هرچی یادم میره از اون گاهی، به هر حال ایشون یک پرونده متن آماده کرد و به عنوان قانون مطبوعات داده بود به آقای فلاحیان که بیارن در مجلس تصدیق کنن، که بعد روزنامه سلام لو داد که این قانون مطبوعات با قانون مطبوعات پهلوی 1304 یکیه، اصلا فرقی نکرده، 3-4 تا جمله شون با هم فرق داره. و بعد همون داستان 18 تیر شد. حالا مجلس اصلاحات اومده میخواد در واقع بیاد یه قانون جدیدی رو برای مطبوعات بذاره. در اون زمان هم بیش از 30-40 مورد نشریه های جدید مثل آزادگان و و و و اینا درست شده بود مال آقای جلالی، نمیدونم همین که تیر زدن گردنش، نمیدونم اینا. این داستان ها در واقع شروع شد. در آذر ماه بحث شد، اواسط تیر ماه رفتن تعطیلات تابستانه و مرداد که برگشتند، به مجردی که در مرداد ماه برگشتند، همون موقع اومدن ادامه بدن بحث مطبوعاتو. حکم حکومتی اومد، یعنی آقای خامنه‌ای حکم حکومتی داد که قانون مطبوعات همونی که هست بماند، کسی حرفم نزند، خلاص، یعنی تموم شد. یعنی اون قانون مطبوعات 18 تیر نمیدونم اینا تموم شد و قانونی که یک آدمی که خائن به مملکت بوده، خائن به مردم بوده، مثل سعید امامی که جزء مسئولی مثلا عامر در واقع قتل‌های زنجیره‌ای بوده، بیش از 100 نفر رو کشتن،
حالا با عواملشون، حالا دستگیر شدن و بعد چی شدن، ایناش دیگه داستانهای بعدی. امیدواریم که بتونیم توی ماه به اصطلاح آبان یا نوامبر راجبش صحبت بکنیم، حالا که دوستان یا من لازم باشه صحبت بکنیم که این قتل‌های زنجیری هم در واقع به این شکلی صحبت بشه، چون بخشی از این قتل‌های زنجیری در رابطه با مطبوعات و نویسندگانه. چرا؟ چون دولت‌ها، حاکمان ترسشون از آگاهی مردمه. اینو دوستان یادمون باشه، آگاهی عنصر موفقیت برای رسیدن به استقلال و آزادی است. و دولت های که دیکتاتورن هیچگاه حاضر نیستن این آزادی قلم و آزادی مطبوعات رو به مردم بدن که مردم آگاه بشن. اینم خواستم مطرح کنم. خب حالا من یه مقایسه میخوام بکنم برای قانونی که شاه داشته و قانونی که جمهوری اسلامی الان داره راجبش کار میکنه. عرض کنم که در فصل ششم دوستان، در جرایمش، در بخش جرایم، ماده 23 عنوان کرده هرگاه مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا خلاف واقع و انتقاد نسبت به شخص اهم از حقیقی یا حقوقی مشاهده بشه و اون نشریه ظرف یک ماه کتباً فرستاده میشه و اون نشریه بایستی بلافاصله در نشریهش پاسخ بده و جواب اونو بده. عین این در ماده 11 در همون بخش جرائم فصل سوم هست. پس ماده 23 با ماده 11 یکیه، تبصره‌هاشون هم مثل همن، فرقی نداره، یعنی همون حرف هست. حالا ماده 24 نوشته اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه یا نقشه‌های به اصطلاح ساختمان قلعه ها و استحکامات نظامی رو در زمان جنگ یا صلح به وسیله مطبوعات آزاد فاش کنن به دادگاه تحویل میدن، دستگیر میشن تا رسیدگی بشه بهشون. این ماده 24. حالا این همین ماده، ماده 12 فصل سوم، این همون که قشنگ نوشته شده روش. حالا من میتونم مثلا بذارم ببینید، نه من بذارم قانون مطبوعات چیزو بذارم، ولی این از دستم در میاد. حالا من بعد براتون میذارم، چون الان میخوام اینا دونه دارم، یه بقیه روی میخونم و یه قسمت از اون بعدی رو میگم، یا بذار پیداش کنم دارم باز جای دیگه. ببخشید دوستان معطلتون میکنم. من الان اینو برای شما، ای بابا، شیر کدومه؟ یه جای دیگه مثل که نه؟ نه صفحتون هستش. هست؟ چرا باشه؟ بله، چون من خودم نمی بینم. آیا باید بیارم این بر؟ خب می بینید شما؟ بله بله. ببینید این ماده 11 که من خدمتون گفتم، این ماده 12 همین دستورهای محرمانه، روزنامه سلام هم به همین ماده بستن، یعنی جمهوری اسلامی و
بر اساس همین بسته. اگه جملاتم بخونید این همینه. من حالا بذار اون قسمت اون یکی رو براتون روشن بیارم. الان کدوم میبینید؟ الان فایل دومی که برای جمهوری اسلامی هستش. نه این نیست. خب اذیت میشید، من اینو میبندم اگه اذیت بدید، چون هم خودم اذیت میشم هم شما. خب من هم یه نمونه نشون دادم بهتون که در واقع جمله رو خوندید، اشخاص که اسناد حتی نقشه ها قالع نوشته، قلعه از قلاه در واقع. خب همین این همین جمله رو اونجا نوشته بود، یعنی اصلا کاری نکرده، اینا همونن. ماده 25، در ماده 25 خب بذار اینو میتونم باز کنم که دیگه اینو بخونید. خوب الان؟ ای بابا؟ بله بله. ماده 24 و 25. نه این 24 این یه چیزی که من خودم میبینم. الان ماده 24 هستش که با قرمز هستش. بله. اون صفحه هست. آره اینو میبینید الان؟ بله. ماده 12 رو میبینیم؟ اینجا که موس من تکون میخوره؟ خب نشد، من بلد نیستم، ببخشید دیگه، ضعف از من. در حال توی ماده 24 که چی، ماده 25 گفته هر کسی به واسه مطبوعات به ارتکاب جرم یا جنایتی ضد امنیت بگه بعد دچار یه سری حادثه است. اینم ماده 11 فصل 3 باز. ماده 26 هر کسی به واسه مطبوع به دین مبین اسلام و مقدسات اهانت کند که به ارتداد منجر بشه، حکم ارتداد در حق وی صادر و فلان و فلان. این هم تو ماده 13 هست. خب یعنی فقط شماره ماده ها فرق کرده، یعنی هر کدوم بگید این همون اونجا هست. هرگاه در نشریه به رهبر جمهوری اسلامی یا مراجع تقلید اهانت شود، پروانه اون نشریه لغو، مدیر مسئول نویسنده مطلب به محاکم معرفی میشه. و ماده های 24, 25, 26, 27 هم تابع مدعی خصوصی نیست، یعنی خود دادگاه میتونه حکم صادر کنه، اصلا لازم نیست شاکی خصوصی داشته باشه. خب اینجا دو تا ماده، ماده 16 که میگه اسامی پدر و مادرم گفته غیر از خود شاه و ولیعت و ملکه، و اینجا روحانیت رو گفته، ماده 17 راجب روحانیت گفته. یعنی عملا میبینیم این قضیه اونجا مطرح شده، در واقع در زمان پهلوی هم هست. انتشار عکس و منافع عفت باشه، این همین فصل 3 ماده 19. بعد انتشارات مذاکرات مجلس، مذاکرات غیر علنی دادگاه فلان، باز این همین ماده 19 است. اینجا هر گونه افترا، تهمت، توهین اینا باشه، ماده 11 و ماده 20. یعنی تبصره‌اش هم این همون دور است، یعنی اصلا این این تبصره، اونا هم دوتا تبصره دارن، اونا هم این همون دوتا تبصره است که اینجا من زردش کردم، مشخص کردم. و ماده 31 میگه باز اسرار مردم اگه فاش بکنید و چنین و چنان و حکم توقیف نشریه و میبندن و اعلام میکنن، باز اونم ماده 21 و ماده 22 که توی ماده 22 همون فصل 3 راجع به وزرا یا نمایندگان مجلس هم توش آورده. بعد ماده 32 در زمان جمهوری مطابق 24 فصل 3، یعنی اگر یه کسی پروانه داره لغوش میکنن بره باز با یه اسم دیگه ای اون کارو بکنه یا یه جای دیگه بره این کارو بکنه، باز پروانش لغو میشه یا مثلا محکومه. این همم، یعنی اصلا چیزی جداگونه نداره. و یه تیکه خیلی جالبش که بخش تخلفات در دوره شاهنشاهی فصل 4 بخش تخلفاته، وقتی مطرح میکنه میگه که کسانی که در واقع
تخلف میکنن میتونه نشریه رو ببندن، هم زمان شاه و هم زمان جمهوری اسلامی، که میگه میتونن نشریه رو ببندن و تعطیل بشه نشریه. دوستان تعطیلی نشریه یعنی یک مصیبت، یعنی مثل یک کارخونه رو ببندی دیگه. یه نشریه رو که میبندی درسته نشریه چاپ نمیشه، ولی همین چاپ نشریه یه عده‌ای دارن باش نون میخورن، از نگهبان، آبدارچی، پخش روزنامه، چاپخونه، روزنامه نگار، خبرنگار، عکاس، نمیدونم تایپیست، منشی، اینا همه دارن نون میخورن باهاش. وقتی یه روزنامه رو میبندن 25 30 نفر حداقل در کمترینش آدم بیکار میشه. و اینا اولین کاری که میکنن میگن روزنامه رو ببندیم، هم پهلوی هم این. چرا ببندیم؟ چون خود آدم ها دیگه سانسور کنن، یعنی اگر قراره یه خبری رو تو روزنامه بنویسن، اگر چنم اون آبدارچیش متوجه بشه اینا، جلو اونا رو میگیره میگه پخش نکن، چون اون از نون خوردن میفته. یعنی خود یعنی در واقع دردیه که این متأسفانه جز قواعد و قوانینیه که گذاشته شده و این واقعا وحشتناکه. حالا من یه سری روزنامه هارم اسامیشون رو میتونم براتون بگم که در دوره بعد از انقلاب تعطیل شدن: آدینه، آرمان امروز، آزاد، آسمان، آفتاب، آینده نو، آیین، آیین گفتگو، ابتکار، اعتماد، اعتماد ملی، اندیشه نو. آره اینا همه زمان همین آقای خاتمی اینا بسته شدن. ایران فردا، ایران دخت، بنیان، بهار، همینطور پارلمان، پیام دانشجو که اصلا یه مدتی بعد از اینکه بستنش اصلا بین مردم پخش میشد، خود منم جز خریداراش بودم اتفاقا، پیام کردستان، توس، جامعه، خیلی، حیات نو، خرداد، روزگار، ماشاءالله، شرق، فقط من عدد نذاشتم، فکر میکنم یه 80 تایی شده باشه، نوسازی، ویژه فلان، همسایه ها، یاس نو، نمیدونم اینا دیگه نشریاتیه که در اون دوره بسته شدن. من در یه طور خلاصه میخوام بهتون بگم که سانسور و خودسانسوری در ایران بعد از انقلاب یا حتی قبل از انقلاب، بعد انقلاب شدیدتر شده، بیشتر شده، اما این مبنا نمیتونه باشه که قبل بهتره. یعنی این یادمون باشه، ذهنمون رو آماده کنیم که ما، من یه مثالی همیشه میزنم گاهگداری بین دوستان، میگم وقتی یه کسی دزده، چه یه جیب بزنه یا یه کیف بزنه یا یه خونه رو بزنه یا بره یه جواهر فروشی رو بزنه، بهش میگن دزد. اگه 100 تا خونه رو هم بزنه، 100 تا جواهری هم بزنه، باز بهش میگن دزد، چون یه صفته، نمیشه بگن دزدان، دزد. یه کسی که آدم میکشه میگن قاتل، اگه 10 تا هم بکشه قاتله دیگه، فرقی نمیکنه که، یعنی این صفته رو داره. کسی که خائنه، خائنه دیگه، یعنی یه نوع، یه صفت داره، یعنی اگر یه خیانت کنه یا 100 تا خیانت کنه باز خائنه، فقط یه صفت داره. بیایم اینو فاصله شو زیاد نکنیم، نگیم اون کمتر بود این بیشتر بود. کسی که جانیه، جانیه، کسی که سرکوب میکنه سرکوبگره، کسی که دروغ میگه دروغگوه، کسی که دزده دزده، کسی که عرض کنم آدم میکشه قاتله، همه اینا سر جاشه. کسی که نقض حقوق آزادی بیان اندیشه رو میگیره ناقض حقوقه. یعنی اینا همه هست، نیایم تو ذهنمون فاصله ایجاد کنیم بگیم این اینه، این اونه، نه این دو قدم بهتر از اونه. مثل همین انتخاباتی که در جمهوری اسلامی میشه، همیشه میگیم خب اینا همه آشغالن، حالا میگیم بین بد و بدتر انتخاب کنیم. خب آخه برای چی؟ خب نکنید. تا کی میخواین بین اونی که به درد نمیخوره با اونی که یه ذره بیشتر به درد نمیخوره انتخاب کنید؟ نکنید. این مقایسه هم با این دوره با دوره قبل همین درده. یعنی این مقایسه ها تبلیغاته، ماها نمیریم مطالعه کنیم. وقتی بریم مطالعه کنیم ببینیم که چگونه روزنامه ها رو بستن، چگونه نشریات بسته شده، چگونه اصلا آدم ها رو چه میدونن سوزوندن تو آتیش، حالا کی سوزونده، حالا هستش، همه تو تاریخ هست اصلا. اینا وجود داره، اینا نویسنده ها، روزنامه نگارا بردن سوزوندن، دهنشون رو بستن، خفشون کردن، اینا درده. حالا بیایم بگیم که جمهوری اسلامی هم کشته، جمهوری اسلامی 1000 تا کشته، اون
اون 500 تا کشته، 100 تا کشته. او کشته دیگه، قاتل قاتل دیگه، فرقی نمیکنه. یعنی بیایم ذهنمون رو آزاد کنیم، بریم به دنبال این که چه راه حلی پیدا کنیم، به جای مقایسه بریم درد رو پیدا کنیم، حلال درد باشه. خب حالا در جمهوری اسلامی علاوه بر بازداشت و زندان، خب یا مصاحبه‌های زوری، یا اینکه قتل‌های زنجیره‌ای، فشارهای دولتی، مرگ‌های مشکوک، بعد از کنم که گروه های خودسر که بریزن جلساتو به هم بزنن و نشریاتو خراب کنن و روزنامه آیندگان و خود مردم رفتن تو خیابون شاه، دفترش بود تو جمهوری که میگین الان، خیابون شاه رفتن آتیش زدن. من بودم، نه که تو مردم، من در ایران بودم و عکساشو دیدم و روزنامه رو آتیش زدن. خود مردم رفتن، دولت هنوز اون موقع اختیارات و اون توانایی رو هنوز در خودش نمیدید، ولی گروه های خودسر داشت دیگه، برید اینجا این کار رو بکنید. یه گروه حمله میکردن، مثل همی که رفتن بالای این سفارت و بالای اون سفارت و کارهایی که اینجوری میکنن، و با این کاراشون ترس رو ایجاد کردن. حتی همین ترس و اینا هم در زمان پهلوی هم وجود داشت. چند تا فیلم هست اگر نگاه بکنید، تو فیلم ها هستش که مثلا حمله میکنن تو روزنامه و میکشن. تو فیلم شهرزاد فکر میکنم یه تیکش بود، حالا اون چون جمهوری اسلامی درست کرده مثلا فکر بکنید، ولی این واقعیته. یعنی اینا رو من توی تاریخ دهه 20 خوندم اینا رو. حالا علاوه بر تمام این اتفاقات، یه اتفاقای دیگه هم در جمهوری اسلامی هست که در پهلوی هم باز مشترک بوده، به این صورت که یه وزارت ارشاد الان هست، اون موقع وزارت فرهنگ بود، خب که اینا باید هیئت نظارتش هم باید کنترل میکردن، باید مجوز میدادن کی میخواد روزنامه داشته باشه، آیا صلاحیت روزنامه دار شدن هست یا نیست. هم پهلوی میکرد همین، علاوه بر اینا وزارت اطلاعات، اطلاعات الان و اطلاعات قدیم که ساواک بود، یعنی هر دو باید مستقلا نگاه میکردن و انجام میدادن. هر دو به مجردی که یک چیزی رو پیدا میکردن بلا فاصله روزنامه رو میبستن یا نشریه رو میبستن. یعنی 50 10 20 100 تا آدمو از نون خوردن مینداختن برای حالا یه آقا یه کسی یه نامه نوشته یه خلافی کرده، دعوتش میکنین بری زندان، دستگیرش میکنین، سردبیرم تو چرا چاپ کردی، تموم میشه. یعنی قضیه با دادگاه فرستادن و مجرم شناختن یه آدمی که مثلا تو این کرده انجام میشه، ولی این نباید دلیل بشه که تو نشریه رو بری، کل نشریه تو بری ببندی و باعث مصیبت بشی. خب من دیگه زیاد دارم توضیح میدم، میخوام اگر با ذهنتون هم چیزی بیارین، فقط یه موضوع هم یادآوری میکنم دوستان. من چند بارم صحبت شده، گاه گداری صحبت میشه، میگن که این انقلاب نبوده، شورش بوده. نه، یعنی آدمایی که الان تو فیسبوک و جای مختلف تبلیغ میکنن برای رضا پهلوی و اومدن سلسله پهلوی یا هرچی، برای من که فهم میکنه کی میخواد بیاد، ولی برای من عجیبه وقتی به قول معروف صاحبش، یعنی صاحب سلسله پهلوی که محمد رضا پهلویه و این هم الان هم اخیرا رفتن سر قبرش کلی هم سخنرانی کردن و صحبت کردن، خب ایشون خودش در 14 آبان میگه آقا من صدای انقلاب شما را شنیدم، نوشته است، خودش با زبان خودش در رادیو خونده. خب دیگه شما میگه نه این شورشه، خودش میگه آقا انقلابه و مفصل هم صحبت کرده، خودش تو این سخنرانیش گفته من قسم خوردم که از شیعه دفاع کنم، سوگند خوردم. ضمن که همین قسم خوردن تو مردم بدبخت کرد. یعنی شما اگر که به دنبال دین نبودی، به دنبال آزادی اندیشه مردم بودی، مردم به اون خواسته های تو میرسیدن و تو هم به خواسته های مردم میرسیدن، مثل همه کشورهایی که دارن از یه اصولی رعایت میکنن. شما فقط به صرف این که چون تو قسم خوردی باید شیعه دفاع کنی، 1800 تا مسجد هو، 1700 خوبیه مسجد باید حقوق بدی بهشون که بشینن از تو تعریف کنن که تو آدم خوبی هستی، و درست زمانی هم که انقلاب شد
ما در به در دنبال این بودیم که کجا بریم اعتراضمون نشون بدیم، با کی اعتراض بکنیم. فقط مسجد بود، جای دیگه نبود که. تمام احزاب تعطیل، تمام مخالفین نابود، یه سری هم مثل حالا فرض کن رجبی پجبی هم که از زندان در اومدن، اومدن بیرون تا بخوام دفتری دستک بزنن که انقلاب شد، چون در دی ماه اومد بیرون، در بهمن ماه انقلاب شد. یعنی اصلا فرصت نکردن مشارکت کنن در تصمیم گیری ها، در حرکت ها، در کاری که اتفاق میفته. اینه که من خواستم و خواهشم از شما دوستان اینه که حتما مطالعه کنید. یعنی به صرف یک شعار، به صرف حتی جملات منو حتما باور نکنید، حرفای منو برید مطالعه کنید، ببینید. حتی اگه لازم بود یه جلسه دیگه بذارید میشیم بحث میکنیم با هم، حالا چه روباز، چه دوتایی، چه ستایی، چه پنج نفره، چه جمعی، اصلا مشکلی نیست. بذاریم ذهنامون حرکت کنه. یعنی فقط این نباشیم که ما مثلا اینا گفتن این پس تمومه دیگه. مرسی، خسته نباشید. من دیگه صحبتی ندارم. اگه دوستان سوالی مطلبی دارن من گوش میکنم و بتونم جواب بدم. سپاس از شما جناب آقای شفایی بابت صحبت‌های کامل و جامعتون در مورد سانسور و خفقان. این بحث انقدر گسترده هستش که فکر کنم شاید بشه هفته ها راجبش صحبت کرد مدام، چون که فقط در مورد سانسور در مطبوعات بیشتر این جلسه بهش پرداخته شد، ولی خب ما توی جاهای دیگه و شاخهای دیگه هم سانسور رو میبینیم، مثل فضای مجازی که به تازگی داره رخ میده، حتی در بیان اعتراضات مردم. از دوستان و همراهان اگر کسی و دوست عزیزی سوالی دارن یا نکته خاصی رو میخوان مطرح کنن، با بالا بردن دست من رو یاری کنن که مایک براشون آزاد کنم. من یه جمله رم اضافی کنم. خواهش هم از دوستان اینه، بحث سانسور و شما خوب گفتید، خفقان در واقع همون ایجاد میکنه سانسور و خود سانسوری. ما باید از خود سانسوری فرار کنیم. سانسور وجود داره. چرا؟ چون قدرت وجود داره. قدرت هم مخالف آزادی اندیشه است. نه؟ پس وقتی این مخالفت وجود داره، ما بایستی خودمون خود سانسوری رو بذاریم کنار. خود سانسوری هم با آگاهی و حتما اعتماد به نفس هستش. و متاسفانه ما در فرهنگمون هنوز اعتماد به نفسمون رو پیدا نکردیم، یعنی فردن پیدا نکردیم، چون باید اول فردن اعتماد به نفس پیدا کنیم تا تبدیل بشیم به یک جامعه خودباور. من یه مطلبی هم بگم. شما میدونید اینجا وقتی کسانی که میان به عنوان پناهجو میان وارد محلهای کمپ و اینا میشن، یا در هر گوشه‌ای که در اروپا هست، به مجردی که وارد میشن دوستان ایرانی بهشون میرسن میگن که با تلفن حرف نزنید، شنود میشه. همتون حتما داستان شنید. با دیگران، با آدما حرف نزنید، جاسوسن. یه جمله دیگه هم میگن، میگن که شما کیسی که داری به هیچ کس نگو، چون میره از کیست استفاده میکنه. یعنی اوج بی‌معرفتی و اوج بی‌صفتی و اوج رزالته که ما یه آدمی که امروز وارد یک محل جدیدی میشه، منی که 5 روز قبل اومدم، بیام این بابا رو بترسونمش. یعنی اگر آدم خود باوری هم باشه، یه حدودی هم، مثلا بافتش به هم میریزه. من دیروز با یک آدمی صحبت کردم، میگم راجع به این موضوع بگیم. نه اجازه بدیم بیام حضوری خدمتتون بگم. میگم آقا تلفنی بگو. میگه آخه، میگم تو هم میترسی؟ مرد حسابی، تو که دیگه 3 سال اینجایی، از چی میترسی؟ من 23 سال اینجام، دارم با تلفن حرف میزنم، یکی نیومده در تلفن بگه آقا زیاد ور نزن. همه کارم داریم با تلفن میکنم. آخه بیکارم اگه بیان صدای من و تو رو گوش بکنم، به چه دردشون میخوره؟ چرا؟
چون خودمون هیچی نمیدونیم، آدمی هم که وارد میشه میترسونیش. دوستان هر کسی به همه بگید امکان نداره تلفن‌های ما کنترل بشه، امکان نداره شما کیستون رو به کسی بگید و اون بتونه ازش استفاده کنه. نمیگم سوء استفاده، استفاده خدا کنه بره استفاده کنه، خیلی هم خوبه. دوستان هیچ ایرانی جاسوس نیست. من 23 ساله دارم زندگی میکنم، جاسوس ندیدم. بی معرفت دیدم ها، بی پرنسیب دیدم، اما جاسوس ندیدم. چرا؟ چون جاسوس کاری با ما نمیتونه بکنه، میخواد یه گزارش بده، ما اسممون رسممون همه تو سایت دیگه، من آدرس خونه هم تلفنم همه تو سایت. حالا چی میخواد بره گزارش بده؟ جاسوس بفرستن برو بگرد به منشی شفایی چیکار داره میکنه؟ میاد تو جلسه تصویرش هم هست، ببخشید اشتباهی انگوش همی دماغش میره میدود دماغش دیگه، آخر حرف دیگه. یعنی من میخوام بگم که اینجا باید خودمونو باور کنیم و جلوی این حرفا رو بگیریم. شماها باید بگیرید، شما نزدیکترید به این جوانهایی که الان توی هایمها تو کمپا هستن. نذارید اینقدر حاشیه بریم، بذاریم به درد هم بخوریم، بذاریم به هم کمک کنیم، با خودمون فضا ایجاد نکنیم. چیزی نمیدونیم، آقا نمیدونیم، میریم سوال میکنیم یا بگردیم پیدا کنیم کسی کمک کنیم. این تو دل من مونده بود، چون دیشب خیلی عصبانی شدم حقیقتا، دیگه الان گفتم بگم چون به درد شما هم میخوره. حالا شما دوستانی دارید که تو های من تو کمپ هستن به شما مراجعه میکنن، وجدانن لطفاً خواهشن بهشون اجازه بدید رشد کنن، نترسونیدشون، بذارید کارشون رو بکنن. مرسی. آقای بازداران صحبت دارم بفرم. بله بله جناب بازداران، مایک در اختیار شما، بفرم. متشکرم. درود بر شما، خسته نباشید. شفای می‌خواستم بگم که این خودسانسوری که می‌فرمایید و اینکه دوستان بعضی حالا خودمون هم یه مقداری ترس وجود داره، این به خاطر سابقه ای که داخل ایران ما چیزایی که دیدیم و تجربه کردیم و می‌بینیم، هم در حال حاضر داخل اخبار هم هست، همین چیزا باعث میشه که یه مقدار ترس آدم داشته باشه. این از نظر اون قضیه که فرمودین. و اون خودسانسوری هم خیلیش فکر میکنم به عقاید مردم برمیگرده، یعنی یه چیزایی رو حالا توی بحث اعتقادات مقدس میدونن و راجب اونها رو صحبت کردن یا راجب اونها نقد کردن رو یه جورای خط قرمز میدونن. دیگری هم اگر بخواد راجع به اون قضیه صحبتی بکنه باز بهش اجازه نمیدم. یعنی ما بعضی وقتا میشه که حالا تجربه شخصی یه صحبتی میشه راجع به خدا و پیر و پیغمبر و اینا، یه نظری که من مثلا میگم، بعد بنده خدا حالا چند روز پیش با کسی صحبت میکردیم، یه خانم آقایی بودن، بعد آقای اومد بگه که آقا من اعتقاد ندارم چیزی، بعد خانومش گفت که اعتقاد نداری، یعنی یه جورایی داشت بد میشد واسه چیز دیگه، ما بحثو جمع کردیم. و این خودسانسوری این چیزاست که فکر میکنم خیلی به اعتقادات مربوط میشه. من مایک رو رها میکنم. مرسی. من کوتاه جواب بدم. وقتی خود باور باشیم اعتقادمون هم میتونیم بگیم. وقتی من خدا باور نیستم، خب نیستم. نمیخوام به زور به قرقیم بگم که آقا تو هم باید خدا ناباور باشی، ولی موردی پیش میاد من حرفم رو میزنم. درست؟ چرا؟ چون باید این حرفا گفته بشه، ذهنها باید باز بشه. تا کی باید ذهن بسته بمونه تو یک جعبه‌ای که حالا اتوشی چی در نیاد؟ ما بایستی ذهنمون رو باز کنیم. شما، من مثال علی کریمی یه جمله خیلی قشنگی گفته، اصلا به دینم کاری نداشته، گفته آقا این همه خرج میکنیم بریم بدیم به فقرا، یه حرف انسانی زده. بعد
اون مردک شروع کنه فوش دادن که آقا تو میلیاردی پول مفت آوردی. آقا فوتبالیست کجا پول مفت آورده؟ 24 ساعت شب و روز ورزش کرده تا تونست خودشو به اینجا برسونه. میدونی من میخوام، نمیخوام بگم از این دفاع کنم یا از اون، این ذهن بسته اون طرفه، خودش هیچ کاری نمیکنه، توی محیط بسته نشسته، برای خودش یه سری کتاب خونده و با همین کتابا داره زندگی میکنه و خیال میکنه که یکی فوتبالیسته هنری نداره. هنر تو چیه؟ شما اگر دقت کرده باشی تو تمام دوره همین مراسم محرم همه مردم واقعا با جان و دل میرن هزینه میکنن، برقکاره میره مسجد رو برق میکشه، اون یکی میره نم استریو وصل میکنه، اون یکی میره آش درست میکنه، اون یکی نون میاره، پنیر میاره، جارو میکنه، هر کسی یه کاری میکنه، حتی پولم خرج میکنن، بعد یه پولی هم جمع میکنن میدن به ملاه که بیاد به رو منبر روزه بخونه. من نمیفهمم، یا پول میدن به اون یارو که کتاب میگیره از روزه میخواد، چی بهش میگن حالا نمیدونم، همین که میشینه کتاب قرآن رو میخونه و حدیث میگه. خب اینا، خب ایناست دیگه، اینجا باید کار کنه دیگه. خب بابا اگه قراره پولی هم گرفته بشه نگرفته بشه، خب تو هم نگیر، تو هم مفتی برو بالا، اگرم پولی بهت دادن برو بده به فقرا، همون پولو برگردون به مسجد آقا بدیم به فقرا. ما که مردم، ما همه بدبخت و گدا شدن که دیگه، دیگه همه جای کمک دارن، کسی نیست که نتونه کمک نگیره. اینه که این بحث من سر همینه، اون اندیشه هست، ما لازمه صحبت بکنیم، فکر بکنیم، حرکت بکنیم و همین بحثی که میگیم حقوق ذاتی داریم و حقوق شهروندی داریم، این بهترین صحبته. نه به کسی توهین میشه، نه چیزی. آقا شما یه حق ذاتی داری که فکر کنیم، برو بشین فکر کن، تو حق صحبت کردن داری، لازم هم نیست توهین کنی به من یا به دین من، ولی میتونی فکرتو به من با آرامش منتقل کنی، منم گوش بکنم، شاید یه روزی من یاد گرفتم. جناب صدرجان بفرمایید. درود و عرض ادب هستم نام شاید شفایی، واقعا ممنون از شما. من البته خواستم نظر خودم رو بگم. من یه اتفاقی برام توی همون یونان افتاده بود، تقریبا میتونم 3 سال خورده این پیش، یه بنده خدایی بود از خود اسرائیل بود، پناهنده شده بود بنده خدا یونان. بعد حالا من نمیدونم چی جوری بوده اینا، یه کوچولو میتونست مثلا فارسی صحبت کنه، حالا میگم خانواده‌اش با بزرگش بود، کی بود، حالا ایران بود که انداختنش رو این برای کشور فرار کردن و فلسطین. بعد من با این دوست بودم، باش حرف میزدم، بعد چند وقت یادمه یکی از همین همکمپیام، یعنی که چادر بودیم همه دیگه، یعنی کمپ کردم و چادر بود. بعد اومد به من اینجوری که گفتش که محسن، گفتم جانم، گفتش که درسته میگن سعودی اسرائیلی شدی؟ گفتم که سعودی که اصلا مال عربستانه، بعد سعودی اسرائیلی دیگه چیه؟ گو آره تو کل کمپ دارم میگم. گفتم والا سعودی اسرائیلی که اصلا نداریم، ولی نه من نه اسرائیلی نشدم، سعودی هم نشدم، این بنده خدا ما هم دوستیم. و این پیشیده بود تو کل اون، یعنی من میتونستم بگم تو دو سه ما سرش بحث بود که مثلا میگفتن، حتی من میگفتن من بعضی ما میشدم مثلا میگفتم من جاسوس هم مثلا. و این اتفاقا میفته و من خودم واقعا یکی از کسی هستم که سابقه اینو دارم که ام مسجد انداختنم بیرون، حتی تو همین آلمان هم از کلیسا هم انداختنم بیرون، یعنی این سابقه رو دارم جو حرفم زدم. و ولی هیچ وقت توهین نکردم، یعنی مثلا من همیشه میگم، مثلا من میتونم به شما بگم که آقا بفرمایید یا بشینید، درسته، میتونم بدترم بگم، من همیشه محترمانه نظرمو میگم. و اینکه بخوایم نظرمونو بگیم به نظر من اشتباه نیست، اینکه حالا انتقاد میخواد باشه میخواد توهین توش نباشه، میتونیم نظرمون رو بدیم به نظر من. حالا یکی مثلا میگه مثلا این، یکی میگه اون، یکی میگه نمیدونم این دین، این حرف، اون حزب، این کار، اون کار، ولی خب به شرطی که این احترام هم رعایت کنیم دیگه. یعنی من بارها شده مثلا در مورد مسائل دینی مثلا خود طرف شروع کرده و من اصلا واقعا علاقه ندارم به بحثی، خودش شروع کرده که مثلا آره آقا بیا فلان اینجوری. بعد ایرانیان هم کلا همینه، یعنی مثلا خود چی داره واسه من، یعنی اولین چیزی که ما میایم میرسیم خب این یه چیزی باید داشته باشه، آقا چیزی مثلا خب برای من که فایده نداره که من کسی نه دنبالش هم نه چیزی.
هست، یعنی اولین چیزی که هستش واسه اون که یه چیزی داره یا نداره، یعنی یکی از گزینه‌هایی که همیشه مهمه برام. و اینم واقعا ولی ترسه که میگن و من زیاد قبول ندارم، یعنی مثلا این حرفا رو که به همه میزنم بس که به خود طرف داره، مثلا به منم میگفتن، مثلا یونان به من میگفتن، اینجا به من میگن، هنوز هم میگن یه سریاشون. و اینکه به نظر من به خودمون بستگی داره، یعنی که واقعا چقدر میتونیم یه ذره فکر کنیم، واقعا فکر کنیم که مثلا آیا واقعا من الان گوشی منه، مثلا من واقعا نمیفهمم به خدا، یا نمیفهمم، یا مثلا کی میخواد مثلا الان منو مثلا بخواد بیاد دنبالش بگرده و اینکه اصلا بگرده من چیه، من یا در مورد کانونه یا در مورد کلاسامه، چیز دیگه توش در نمیاره بنده خدا، من اگه بیاد کار کانون که انجام میدم بیاد برام انجام بده واقعا ممنونش میشم. و همین تا این حد، این کار دیگه واقعا دستش بر نمیاد. و همین واقعا، یعنی واقعا به خودمون به نظر من بستگی داره دیگه. و اینم بگم چون اینم حالا من تو دلم مونده بود، یه ذره بیشتر هوای همدیگر واقعا داشته باشیم. حالا من خودم موقت بودم، من موقتم نزدیک 20 ماه خورده طول کشیده، نه الان شده 2-3 ماه، ولی واقعا یکم بیشتر هوای حداقل بچه که الان همون بالا اکثرا بچه های خود آلمان هستن، یکم بیشتر هوای همدیگر داشته باشیم بهتره واقعا. چون ما ایرانی ها به نظر هم به نظر من خودم فقط خودمون رو داریم، چون آلمانی ها که واقعا حالا من دوست آلمانی هم زیاد دارم، ولی خب باز من خودم اگر مثلا یه گروه ایرانی باشه یه گروه آلمانی، من میام سر ایرانیه، با ایرانی ها گرم میگیرم صحبت میکنم، چون من بخوام نخوام من زبونشون هم میفهمم، خیلی هم با هم شوخی میکنیم، ولی خب باز من ایرانی ام، نه که بگم من برترم من بهترم، نه، ولی من باز با ایرانی ها بیشتر خلاصه کنم، بیشتر حال میکنم و به این صورت. ولی میگم به خودمون بستگی داره دیگه، مثلا به خودمون بستگی داره، یعنی میتونیم باور نکنیم، یعنی کسی حداقل اینجا زور نکرده بود که آقا اینو باور کن یا باور نکن. مرسی، تشکر. دقیقاً ما بایستی با همکارامون با دوستانمون سعی کنیم این قضیه رو جا بندازیم که خودمون رو باور داشته باشیم و حتماً و حتماً هر طوری شده توی جمع بچه‌هایی که میان این نوع دروغ و اشاعه نذاریم بدن. این خیلی دروغ وحشتناکیه، چون آدم ها ترمز میکنن، میترسن، حرکت رو به جلو نمی کنن. میگم دیروز من اینو شنیدم اصلا کپ کردم، اصلا برای همین الان درد دل کردم گفتم بگم. یه دوستی آقای محمد پور اگه اشتباه نکنم الان تو جمع ما بودن، مثل که نیستن الان، آقای مهدی محمد پور، حالا یکی از دوستان اگر من نمیدونم یه پیام برای من داده، من گمش کردم، میخواستم باشون صحبت کنم، حالا اگر که جناب سبزیان از بچه های شما هستن بگید یه تماس با من بگیرم. مرسی. آقای شایگان بفهمید. درود مجدد. برای همین موضوعی که شما فرمودین که توی کمپ ها اینا، واقعا برای من اتفاق افتاد، همون بکنم روز دومی که من خودم رو تحویل کمپ داده بودم این اتفاق برای من افتاد. و این که شما میفرمایین یهو من توی خالی کردم، یعنی گفتم اه من از یه جایی اومدم که چیزی نباشه، اومدم اینجا توی یه جایی بدتر، یعنی یه جایی اومدم که همه جوره میخوان منو تفتیش کنم به قول معروف. یعنی این واقعا وجود داشت. حدس میزنم علتش اینه که به قول شما اون شخصی که به من اینو گفت شاید خودش 4-5 روز قبل از من اومده بود، ولی من حدس میزنم چون میخواد خودش رو یه جوری مهم جلوه بده که از این بعد فقط دنبال اون باشم، چون این خبرهای دست اول داره، دنبال اون باشم مثلا، هی مثلا ازش به قول معروف راهنمایی بخوام یا حالا هر چیز دیگه. من فکر کنم به خاطر این موضوع که این کارو میکنه شاید، ولی واقعا کار درستی نبود، انصافا کار درستی نبود، چون من میگم روز دوم بود یه جای غریبه اومدم، استرس این که اصلا وارد یه کشور دیگه شدی، از کشور خود دور شدی، همه این استرس ها هست، بعد یهو یه همچین اتفاقی هم افتاد. اصلا واقعا من تا 3-4 روز اصلا از اتاق بیرون نیومدم، از اتاقمون بیرون نیومدم واقعا، یعنی این اتفاق واسه من افتاد. خواستم اینم بگم، من ممنونم.
سپاس از شما جناب شایگان. من پیرو صحبت‌های جناب آقای شفایی و دوستان این نکته رو عرض کنم، متاسفانه خب جماعت حالا کلن تو ایران هم همین شکلی هستش، متاسفانه خیلی به تئوری‌های توطئه علاقه داریم و حالا از شنود گوشی گرفته تا به قول معروف دوربین گوشیمونو، حتی به قول معروف وزارت اطلاعات داره چک میکنه همین وبکم گوشیمونو. ما یه دوستی داشتیم روی وبکم گوشیش و لپتاپش چسب میزد موقعی که کارهای سیاسی میخواست انجام بده. چرا؟ چون که منو دارن میبینن که چی کار میکنم. ولی خب قبل از اینا ما باید بدونیم که حالا خیلی هستن فعال حقوق بشر نیستن هنوز توی کمپ ها، اون که جداست، ولی وقتی یک نفر فعال حقوق بشر میشه و اسمشو فعال حقوق بشر میذاره، دیگه از نظر من نباید ترسی داشته باشه از اینجور مواقع، حتی اگرم واقعی باشه و هنجرش باید آزاد باشه، صحبت بکنه، افشاگری کنه بدون هیچ ترسی. خیلی از فعالان حقوق بشر ما الان در ایران دارن این فعالیت رو انجام میدن، میگیرنشون، بازداشتشون میکنن، اسمشون رو هممون میدونیم چون داریم این کار رو انجام میدیم. دوباره که آزاد میشن شروع میکنن فعالیت حقوق بشر. ولی خب دیگه دوستانی که در اینجا هستن دیگه واقعا بخوان از اینجور چیزا ترس و واهمه ای داشته باشن، با اینکه وجود نداره ولی همون الکی بودنش هم ترس و واهمه داشته باشن، دیگه به نظرم فعال حقوق بشر نمیشه اسمشو گذاشت. این نظر شخصی بنده بود. ماک در اختیار شما جناب شفیع. عرض کنم که من دوستی هم نوشته که یه دوست آلمانی هم داره، هیچ مانعی نداره، آلمانی هم میتونن نگران باشن برای خودشون، ولی من ذهنم اینو به هم میگه که اینا جز تخیلات ما چیز دیگری نیست و اگر قرار روزی دولتی بیاد منو ببینه راحت تر میتونه منو ببینه، میتونه منو برداره اینجا ببره بذاره تو یه جایی بازداشتگاهی بیشن هرچی لشم از دل و دوی ما در بیاره. نیازی نداره یه دوربینی که توی کامپیوتری هست از توی اون ببینه من چی کار دارم میکنم. و بیایم ذهنمون رو خلاق کنیم. ببینیم دوستان، من فرض رو بر این میذارم که اصلا دولت آلمان، نه همه آلمانی ها رو، پناهنده هایی که تازه میان رو میخواد کنترل کنیم، خوبه؟ یعنی مبنا رو بر این بذاریم. حدود سالی 100,000 پناهجو وارد آلمان میشه. حالا ما میگیم 10,000 تا، اصلا نمیگیم 100,000 تا، 10,000 تا پناهجو میاد. این 10,000 تا پناهجو رو میخواد کنترل کنه، تلفوناشون رو میخواد کنترل کنه. اول شناسایی تلفوناشون، دوم این تلفن باید 24 ساعت تحت کنترل باشه دیگه، یعنی با هی باید ضبط بشه. خب ضبط که نمیکنم برای عمش رو ضبط میکنم برای اینکه ببینم ما چی میگیم. خب این تلفن منو ایشون 24 ساعت ضبط کرده، 24 ساعت صدای منو داره، نه 24 ساعت، یه ماه صدای منو داره. حالا اینو چجوری میفهمه؟ من دارم فارسی حرف میزنم، پس باید یه مترجم بیاره ساعتی 70 یورو 80 یورو پول بهش بده بگه اینا رو ترجمه کن برام. طرف بعد 24 ساعت نه میتونه بشه 24، پس باید سه تا آدم بیاره که اینو ترجمه کنه. بعد از دو ماه سه ماه که یک ماه حرفای منو گوش کرد، فقط متوجه میشه که من دنبال با خالم صحبت کردم که آره آبدو خیارت خیلی خوشمزه بود، نمیدونم دلم برای قرمه سبزی تنگ شده یا همین. حالا گیرم توش هم دو تا حرفم بذاریم مثلا علیه دولت آلمان که آقا این دولت آلمان پدر ما رو در آورده، مثلا یا آقا این دولت جمهوری اسلامی پدر ما رو در آورده، مثلا چه دردش میخوره؟ 10,000 تا اگر بخواد یه ماه گوش بکنه ضبط داره، سه بکنید ببینید چه عدد پول باید بده که 10,000 تا از اون 100,000 تا رو شنود بکنه. دیوانه است مگه؟ اصلا میشه فکر کنیم دیگه غیر از اینه مگه؟ یعنی این امکان پذیر نیست. چرا؟ طرف دولت تشخیص داده این آدم قاچاقچیه، آدم پرونه، این آدم نمیدونم فلان کار میکنه، هماهنگ میکنن، خب بله صداشو ضبط میکنن، دنبالش میرن، پولم خرج میکنن، تعقیبش هم میکنن تا طرف. ولی وقتی یه آدمی مثل من و تو از جونمون در رفتیم پشتیم اومدیم اینجا، من اینکه میگم آزول قرازه، ها اومدیم شدیم آزول قرازه دیگه،
چیزی برای اینا نداریم که اینه که این ذهنیت رو باید داشته باشیم و واقعا باید تو ذهنمون باشه که ما خودمون باید خودمون رو سانسور نکنیم. یه جمله بگم، حالا خانم دیجندی هم صحبتی دارم، من یه جمله بگم، من اینم باز جز مثالا همیشه میزنم، میگم ماها سعی میکنیم همیشه صاحب نظر باشیم راجع به هر چیزی اظهار وجود بکنیم. خب خیلی خوبه، اما اظهار وجود جایی که چیزی رو بلدیم. مثال میزنم، میگم ما 10 نفر دور یه میز نشستیم داریم شام میخوریم، یکی از دوستامون که قرار میاد دیرتر اومد، دیدیم که داره لنگ میزنه. حالا مثلا منو چرچته، آره داشتم بدم پام پیچ خورد. این اون 10 نفری که سر میز نشستن برای اون نسخه میپیچن، آقا برو فوری عکس بگیر، نه زردچوبه بذار، برو تخم مرغ اینجوری بذار، برو آب گرم بذار، برو آب سرد بذار، باند ببند، همه که هر چیزی میگه. بالاخره اون آقا میگه خیلی خب بلم کن، میاد منچر میاد میشینه سر میز، یهو صحبت فوتبال میشه، هممون فوتبالیستیم در حدی که نظریه میدیم راجع به کیروش، نظریه میدیم راجع به فوتبال دنیا، نه فلان مربی اینه، تموم شد. حالا یهو بگیم که یعنی عین اون 10 تا به اضافه نفر جدید 11 تا این کارو میکنن، حالا یهو بگن که آقا یه دونه سفینه فرستادن رفته کره مریخ نشسته، همه ستاره شناسن، همه اصلا امکان نداره که ستاره حرف بزن. ببینید این درد جامعه ماست. شما درست گفتید، اون چرا این کارو میکنه؟ اون باید اظهار وجود کنه، اون باید بگه من کیم. باور کنید من در 50 سالگی 51 سالگی رفتم اعلام پناهندگی کردم، حالا به اجبار، حالا داستانش هرچی هست، یه جوان 19 ساله اومده منو گرفته با من صحبت کردن، با هیچ کی حرف نزن، همه جاسوسن. یه بار گفت، دو بار گفت، گفتم مگه تو جاسوسی؟ گفت خب منم که نیستم. خب پس من و تو وقتی نیستیم بقیه هم مثل من و تو هم دیگه. هیچی نگفت. بعد گفتم میخوام برم تلفن بزنم، همون شب اول یه تلفن عمومی، اون موقع دیگه هندی مثال 99 دیگه، هندی مندی نبود به اون صورت، رفتیم تلفن عمومی زنگ زدم، بعد با من گفتش، گفتم یکی گفت نه دیگه اینجا زنگ نزن، بریم یه تلفن دیگه اونجا هست با اون زنگ بزن. گفتم چرا؟ گفت شنود میشه. گفتم ببین پسر جون، کی میخواد شنود کنه؟ چی رو میخوان شنود کنه؟ من و تو مگه کی هستیم؟ چی هستیم که میخوان شنود کنن؟ اگه قراره من و تو رو شنود بکنن، میان ما رو برمیدارن بیارن یه بازداشتگاه، حرف از ما میکشن، کاری نداره براشون که. او درواسی دارن با من، با تو رو درواسی دارن. و این نوع گفتن غلطه، تو نباید این کارو بکنی. حتی به من گفت بیا من کیس به تو بدم، بیا من میرم این تفتیرهای بادی میخرم، یه موتور کرایه میکنم، تو خیابون رو من تیر هوایی در کنم، بعد تو بگو من مازن ترور کنم. گفتیم آقا تو دیونه ای دیگه، برو به سلامت. یعنی بعد ازش پرسیدم شما چند وقته اینجایی؟ دیدیم یک هفته قبل از من اومده. گفتم پسر تو یک هفته قبل از من اومدی، 19 سال سن داری، من به اندازه 2 برابر سن تو من کار کردم، غیر از 2 برابر سن تو که کار کردم، روزی به جای 8 ساعت 16 ساعت کار کردم، 30% دنیا رو هم دیدم. تو چی آدم هم بدی آخه؟ نکنید این کار. و واقعا از همون موقع من خب خیلی تو هایما میرم، خیلی سر میزنم، حتی 1-2 سال کمتر، ولی قبلا بیشتر میرفتم. هم اولین حرف هم همینه، دوستان باور کنید هیچ کس جا، من جاسوس نیستم، هیچ کس هم نیست. یعنی این یه درده که ماها داریم و بایستی دوستان تلاش کنن حل کنن. گاه گداری هم یاد میگیریم پچ پچ میکنیم تو گوش هم دیگه. آره شفایی روز اینجوری گفتا، اگه اونجوری میگفت بهتر بود. بعد یه موضوع گنده میشه، بعد میشه یه بحث. ما با هم رفیقیم، همه دور هم جمعیم، الان هم واقعا داریم رفاقت میکنیم با هم، یعنی اصلا بحث این نیست که چیکار، یه کاری داریم با هم انجام میدیم، هممون هم فکر میکنم ما موفقیم، داریم خوبم کار میکنیم و بحث من سر همینه.
خانم بیژنی بفرمایید. من گاهی روزه میخونم دیگه زیادی حرف میزنم، ببخشید. خانم بیژنی مایک در اختیار شما، بفرمایید. عرض سلام و درود دارم خدمت همه همکاران و جناب آقای شفایی عزیز و خسته نباشید. اول جناب شفایی گرامی عرض کنم خدمتتون، اگر آقای مهدی محمدپور که فرمودین، اگر پیام در چت فرمودین که گم کردین، ایشون ظاهرا نوشتن که نمیتونن بیشتر تو جلسه باشن، عذرخواهی کردن و تشریف بردن. حالا اگه پیام دیگه بوده دیگه من در جریان نیستم، ولی من پیامشون رو دیدم، خواستم خدمتتون اطلاع بدم. نه نه، یه پیام در واتساپ یا تلگرام داده، ولی من وقتی میخونم دیگه رد میشه، دیگه نمیتونم پیدا کنم چون اسمشون ندارم، شماره تلفن، و به همین دلیل. اگر پیام بهشون بدید به من یه بار دیگه زنگ بزنه یا پیام بده ممنون میشم. بله چشم. اما در مورد سوالی که داشتم، البته خیلی معذرت میخوام جناب شفای، من یه تایمی رو بحثاتون از دست دادم و شنونده صحبت شما نبودم. اگر که صحبت کردین که من دوباره برنامه رو گوش میدم، اما اگر صحبت نکردین میخواستم نظر شما رو راجع به این اتفاقی که اخیراً برای آقای سلمان رشدی افتاد بپرسم، و اینکه به حال به اندیشه یک انسان مورد در واقع توهین تلقی شده، حالا توهین به مقدسات ادعی. میخواستم ببینم آیا شما این حمله‌ای که به ایشون شد و یا اون احکامی که براشون صادر شد و این اتفاقایی که کلن افتاده رو نظرتون چیه؟ شما با توجه به اون آزادی بیانی که صحبت کردیم بهش، آیا این رو از این بابت محکوم میکنین که حمله شده به این مسئله، یا که خیر؟ ممنون میشم که اگر راجع به این صحبت کنیم، ولی اگر صحبتم کردیم من برنامه رو مجدد نگاه میکنم و گوش میدم. نه، 100% این کار ترور محکومه، اصلا ترور محکومه، یعنی ادبیات ترور غلطه، یعنی اصلا کاری که انجام میشه با ترور و تهدید و اینا باشه کار غلطی. روال قاعده از دید من حقوق بشر اینه که یه آقایی یه کتابی نوشته، در این کتاب به یه مقدسات توهین کرد، اون افراد وکیل میگیرن، شکایت میکنن، این آقا رو میرن محکوم میکنن، اگه حرفشون درسته محکومش میکنن و ایشونو وادار میکنن به عذرخواهی، قضیه تموم میشه. با آدم کشی که نمیشه آزادی بیان که. بعد بحثی هم که توی جلسه داشتیم من عنوان کردم، آزادی بیان مطلق ولی با رعایت شئونات حق دیگری. خب اگر فرض رو بریم بذاریم ایشون شئونات حق عرض کنم دیگری رعایت نکرده، وکلا هستن، دادگاه هستن که دیگه دادگاه که دیگه الان در تمام دنیا آماده رسیدگی به این جلسات هستن، شکایت کنن دادگاه بین المللی، دعوتش کنن بیان محکومش کنن دیگه. با سربریدن و آدم کشی که مشکل اندیشه حل نمیشه که. یعنی الان اگر آقای رشدی اگر که مثلا جایزه گذاشتن برای بالا سرش، مثلا اینقدر اگه بکشینش پول بهتون میدیم، اون غلطه. همون پول رو به جنگ بدید به اون، خرج کنید به یه وکیل بره شکایت بکنه بیارنش دادگاه، چون حق طبیعی آدم هست. بفهمید. من فقط کوتاه عرض کنم سوالم رو، بعد بقیه دوستان سوالشون بپرسن. جناب آقای شفایی، بر فرض مثال بعضی از حالا گروه ها هستن که بر مثلا کتاب آسمانی یه دین آتیش میزنن یا حالا بی احترامی میکنن، این هم آیا جزء موارد آزادی بیان یا عقیده محسوب میشه؟ یعنی حالا مخالفان این قضیه حق اعتراض به این قضیه رو دارن، یا باید بگن نه آزادی عقیده و بیان هستش و خب این خیلی نرمال هستش انقدر، یا اینکه نه نرمال نیست و این کار حالا حالا به قول معروف غلط هستش؟ میخواستم دیدگاه شما رو در این خصوص بپرسم. این در واقع همین جوابی که قبلی دادم دیگه. ببینید یه کسی به یه مقدساتی به یک بهانه‌ای تهمت میزنه، توهین میکنه، افترا میده، جوابش از طریق دادگاست، از طریق قواعد اصولی هستش، مناظره، دادگاه، بحث دو طرفه، نه توهین و کشتن و
اعدام و ترور و اینا نیستیم، فرقی نمی کنه. یه کتاب مقدس آتیش زده، خب اونایی که کتابشون آتیش زده شده میتونن برن شکایت کنن و یه تو مجرمی برای این کار، و اونم باید استدلال خودشو داشته باشه، بعد دادگاه تصمیم خواهد گرفت دیگه، چون بالاخره بی احترامی به یک دینی شده، نمیشه ازش گذشت. به حال یه جرمیه، باید طرف عذرخواهی بکنه، باید طرف برگرده، نه که برگرده ولی بی احترامی نباید میکرده دیگه. مثلا من یه دینی دارم، دارم به یه دین دیگه توهین میکنم، یا دین ندارم دارم به یه دو تا دین سه تا دین دارم توهین میکنم، خب اگه از من شکایت کنن خب من محکوم بشم، قضیه حل دیگه، یعنی من دیگه جرئت ندارم بیام این کارو بکنم، چون بار دیگه این کارو بکنم یا مثلا زندان داره یا جریمه نقدی داره یا چیزی خواهد داشت، اینا دیگه برمیگرده به احکام. ولی جواب های و باهوی نمیدن دیگه، من اصطلاح عامیانه است. سپاس از شما جناب آقای مدیری منیری، مایک در اختیار شما، بفرمایید. سلام، سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان و همکاران. من واقعیتش اصلا کلن با بحث توهین مشکل دارم، بخواستم بدونم این توهین رو کی قراره تعریف بکنه، که چه کلمه توهین هست، حالا به هر چیزی، حالا به مقدسات، چه میدونم به اشخاص. از یه طرف شما میفرمایید دایه شفایی، از یه طرف شما میفرمایید دادگاه تصمیم میگیره، دادگاه بر اساس چه معیاری قراره این موضوعات رو بسنجه، سنگ محکش چیه؟ من حالا این از اطلاعات شخص، از کم بودن اطلاعات شخص منه، راجع به آزادی بیان کامل توی اعلامیه هست، اما راجع به توهین ماده مستقیمی وجود نداره. یعنی من واقعیتش اونقدر که به آزادی بیان احترام میذارم، برام توهین مثلا یک چیز بیمعنیه. چرا؟ چون مثلا ما به یک نفر میگیم جانی، خب کسی که جنایت میکنه جانی، حالا از نظر یک نفر این میتونه توهین محسوب بشه، از یک نفر میتونه صفت محسوب بشه. بعضی از صفات انقدر زشت و کریه هستن که در واقع یه نوع توهین حساب میشن، اما در واقع صفت هستن. من همیشه میگم این توهین رو کی قراره تعریف بکنه، بر چه اساسی، با چه معیاری این توهین به مقدسات و کلن جایگاه این خط فاصل، این فاصله بین توهین و انتقاد رو چی تعریف میکنه؟ آقای سبزیان گفتن من همیشه انتقاد میکنم و اما هیچگاه توهین نمیکنم، اما این خط رو چی مشخص میکنه؟ به یه نفر شما میگید مدیریت نداری، بعد طرف میگه به من توهین شده. به یه نفر میگه شما مدیریت نداری، شما اون قابلیت رو نداری، میگه به من توهین شده. خب این از نظر اون شخصی که داره این جمله رو بیان میکنه توهین نیست، انتقاده، اما از نظر اون شخصی که داره این انتقاد بهش وارده توهین محسوب میشه. مرسی بابت وقتی به من دادید. سپاس از شما جناب آقای منیری. جناب شفایی الان پاسخ میدید یا دوست عزیز دیگرمون هم سوالشون رو مطرح کنن بعدش؟ ایشون هم بفهمن، من یادداشت کردم. جناب آقای طایف اگر اشتباه نکنم و درست خونده باشم فامیلیشونو، مایک در اختیارشون. درود خدمت دوستان و جناب شفای عزیز و خسته نباشید. سوالی که من از جناب شفای داشتم راجع به انتقاد و توهین بود. شما یه جایی فرمودید که در زمان پهلوی و حتی حکومت فعلی، حتی قوانینش هم که آوردین گفتین که نوشته که به شاهنشاه، ولیعهد، اعلیحضرت، هر کسی توهین کنه مورد جریمه قرار میگیره، و حتی تو حکومت فعلی هم نوشتن که به آخوندها، به ولی فقیه توهین کنید جریمه داره. ولی خب از این بر گفتین که احترام به ادبیات رو باید نگه داشت و توهین نکرد. سوال من اینه که آیا این قانونی که در زمان شاه یا حکومت فعلی گذاشتن قانون بدیه که گفتن که آقا توهین نکنید؟ و حتی در جواب سوال آقای کریمی فرمودین که همینطور گفتم احترام به ادبیات رو نگه داریم و توهین نکنید. میخواستم ببینم که این قانونی که گذاشتن قانون بدیه، اینو من متوجه نشدم. مرسی پاسخ بدید. ممنونم. سپاس از شما جناب آقای طایی. جناب شفایی مایک در اختیارش. خب عرض کنم که
اولا توهین در واقع کلمه‌ایه که در واقع تو ادبیات هست، تهمت زدن، توهین کردن و خلاف واقع گفتن، چیزای شبیه اینه. و این در واقع اتفاقایی که در قوانین هست، در قانون‌ها می‌ذارن. اما آقای منیری، وقتی که می‌خوایم دنبال این باشیم که کی اینو میگه، کی اونو میگه، کی میتونه یه معیار باشه، من جمله اولی هم شما تشت نداشتید فکر کنم، من عنوان کردم که زمانی که حق آزادی بیان تا اونجایی هست که به حق دیگری تجاوز نشه، یعنی من حق آزادی بیان اندیشمو دارم تا اونجایی که به اندیشه دیگری یا به فردی اتهام نکنم. حالا کلمه رو توهین میخواید بذارید، تهمت میخواید بذارید، افترا میخواید بذارید، هر چی دلتون میخواد بذارید. پس حق من در اینجا مشخص میشه. یعنی آیا من وقتی برگردم بگم منوچهر شفایی مثلا اینه، آیا منوچهر شفایی اگه به من برگرده اینو بگه من بهم بر میخوره یا بر نمیخوره؟ اینجاست که معیار قرار میگیره. معیار خود افرادن در مقابل یکدیگر، یعنی انسان در مقابل انسان. حالا این اتفاقات در جامعه تبدیل به یک قواعد میشه یواش یواش، یک سری قواعد فرهنگی، یک سری قواعد ایجاد میشه و تبدیل به قانون میشه. خب حالا اینجا که در واقع ما متوجه شدیم که این رابطه رابطه انسانیست و سلام، کار دیگه نداره، معیارش هم همین رابطه ایجاد میکنه. حالا من جواب دوستمون جناب طایف رو بدم. ببینید دوست عزیز، انتقاد و توهین هر دوش جرمه، اما وقتی به شاه توهین کنی 3 سال زندان داری، روزنامه تو میبندن، یا به رهبر توهین کنی 3 سال زندان داری، روزنامه تو میبندن، درست شد؟ ولی اگر به پدر مادر شاه و اینا بگی 1 سال زندان داری، روزنامه تو میبندن. حالا اگه به رهبرم بدی، حالا من نمیگم به اعدام کاری ندارم، 3 سال زندان داره، و اگر که به ملاها بگی مثلا 1 سال زندان داره. خب چرا؟ این یه فرقه. توهین باید یه قانون معین داشته باشه. یعنی توهین به منوچهر شفایی 3 ماه زندان داره، توهین به کریمی 3 ماه زندان داره، توهین به شاه 3 ماه زندان داره. اینجاست که اصوله. اینی که یک کسی تافته جدا بافته باشه، خب جرمه، این غلطه، در واقع سوء استفاده از قدرت هاست. خب ملا سوء استفاده میکنه، شاه هم سوء استفاده کرده، فردا مجاهدین بیان همین کارو میکنن، کمونیست بیاد همین کارو میکنه، میگه نه ما تافته جدا بافته ایم، اگه به ما حرف بزنید ما کلتون میکنیم، اگه مثلا علیه مثلا مارکس حرف بزنید 6 سال زندان داری، اونو بگی 3 سال زندان داری، اگه به رفیقت فحش بدی عین خیالش هم نیست، برو به سلامت. این اشکاله در واقع. نه، من ایرادی که دارم به این نیست، تهمت، توهین، افترا جرم است، اما فرق جرم نباید داشته باشیم دیگه. یعنی یه جرم جرمه دیگه، برای همه جرمه. و در مورد دادگاه که آقای منیری هم حالا اگه میخوای سوال کنی بگی، حالا من شاید ادامه بدم صحبتم راجع به شما. آقای منیری. خیلی عالی. جناب منیری مایک‌تر اختیار شما، بفرمایید. مرسی بابت وقت دوباره. جناب شفای، شما فرمودید که یک رابطه انسانیه. خب اگر ما بخوایم این، شما فرمودید در حق این جملتون رو که داشتم، گفتید که آزادی بیان تا جایی که رعایت شؤونات حقوقی دیگران بشه، اما خب داریم راجع به انسان‌ها صحبت می‌کنیم. هر کسی ممکنه یک جوری و یک آستانه‌ای داشته باشه، یک مرزی داشته باشه. یک نفر میتونه یه جمله‌ای به من بگه، من ناراحت نشم، اما اگه همین جمله رو من به اون شخص مقابل بگم، اون طرف ناراحت بشه. شما الان داشتید میگفتید متقابل، اتفاقا دقیقا همینجا هم الان مثال زدید، گفتید که اگر اون شخص مقابل به من این حرف رو بزنه آیا من ناراحت میشم یا نه.
من اتفاقا راجع به ادیان با بچه‌های مختلف صحبت کرده بودیم راجع به انتقادات، که آیا بقیه ادیان هم اونقدر که مسلمانان حساس هستند روی مقدساتشون، آیا اینقدر حساس هستند یا نه. حتی تجربه شو داشتیم، یعنی حتی یک پرسش و پاسخ داشتیم با چند تن از پیروان ادیان دیگه، دیدم انقدر که مسلمان‌ها مثلا، حالا من دارم میگم فرقی هم نمی‌کنه، حالا هر کس دیگه، من میخوام بگم مثلا حالا باز آدم‌ها هم متفاوتن، بعضیا توهین حساب می‌کنن، بعضیا میگن نه اون طرف اعتقادات خودشو داره، خیلی حساسن. باز دارم میگم این بحث توهین، این که چی تعریف میکنه، شما گفتی یک رابطه انسانی، که من گفتم آدم‌ها متفاوتن، پس نمیشه بر این اساس تعریفش کرد. دارم میگم یه نفر ممکنه از حرف من ناراحت بشه، اما یه نفر همین حرف منو به خودم بزنه من ناراحت نشم. اینو چجوری میشه باز، حالا قانونی که گفتید، این قوانینی که گفتید 2 سال 3 سال، آیا واقعا اینها، من ببخشید یه نکته رو بگم، مثلا ماجرای آقای، حالا دوستان میدونن آقای جانی دپ یه سری مسائلی براشون، یه سری اتفاقات رخ داد که حالا یه سری افترا محسوب میشد، یه سری تهمت و افترا محسوب میشد، که ایشون هم در واقع تبرئه شدن از همه اون تهمت ها. آیا اون شخص حق داشت، اون خانوم حق داشت مثلا اون صحبت ها رو بکنه؟ و اگر این صحبت ها به قول شما افترا محسوب میشه، حالا بعدن باید تاوانشو بده، چون عرض کردم تبرئه شد آیه جانده، باید تاوانشو بده. من نمیدونم چرا فقط اون شخص اومد تو ذهنم، اون شخص باید تاوانشو بده. اما این مقداری که الان دارید میگید 3 سال 6 سال 5 سال، اینو چی بر چه اساسی میخوایم این رو مشخص بکنیم؟ حالا شما دارید میگید بحث برابری برای همه است، من اصلا دارم میگم کلن مشکلم با این بحث مقابله با آزادی بیانه، به هر دلیلی، بحث توهین، تهمت، افترا. من به شخص شدیداً با آزادی بیان موافقم. سوال بنده همین، دوباره من سوالم رو دوباره از اول تکرار میکنم، خیلی حرف زدم، ببخشید. شما فرمودید انسانیه بر اساس روابط انسان هاست، انسان ها متفاوتن، پس ما چطور میتونیم این قوانین و مجازات هاشو برای همه انسان ها یکسان کنیم؟ مرسی. سپاس از شما جناب آقای مهری عزیز. جناب شفایی اگر حالا مایل باشید، آقای احمدی خواه هم دست بالا کردن. جناب آقای احمدی خواه، مایک در اختیار شما، بفهم. وقت همگی بخیر، سلام ویژه‌ای هم میکنم خدمت آقای شفایی. جناب شفایی من یه سوال داشتم، شما که میگیم به شما به آزادی بیان عمیده داریم و باید به هیچ توهین نکنیم و همه با هم برابرن، چطور میشه یک گروهی که تندروه مثل داعش یا یک گروهایی که جامعه ستیزن، اینا با دستشون حق آزادی بیان قائلن و بهشون توهین نشه و حق حقوقشون حفظ شه، یعنی در تضاد با حقوق بشر، و فردی که اصلا به حقوق بشر اعتقادی نداره در هیچ موردی، خب این اگه من بیام بهش حق حقوق قائل بشم، مثل اونی که یک گوسفند و یک گرگی بشینم با هم صحبت کنم به تفاهم برسم، اینو میشه با من روشن کنید که خب من چطور میتونم در این وضعیت حقوق برابر رو با ایشون داشته باشم، هم به ایشون توهین نکنم هم بهم توهین نشه و آزادی بیانشون باعث نشه این تفکر منفی گسترش پیدا کنه و صدمات بیشتری به جامعه بزنه. اینو اگه میشه یه توضیح بدید ممنون میشم. سپاس از شما جناب آقای احمد. جناب آقای شفایی، مایک در اختیار شما، بفهم. من یکی دو تا، حتی خود آقای منیری خوشبختانه خودش سوالی رو مثال زد و خودش هم جوابشو گرفت، من تعجب کردم چرا ادامه داد. همین آقای جانیره محکوم شده بود چون زنش علیه شکایت کرده بود، بعد ایشون بعد از مدت‌ها تونست محکومش بکنه و ایشون تبرئه بشه، نتیجتاً بالای نم چندین میلیون دلار هم جریمه و خسارت داره از اون بابا میگیره. یعنی این در واقع همین تهمت و توهین و افترا، خب نتیجهش
گرفتن خسارت و چون اون از کار بیکار شد و از یه کار بهش ندادن وسط یه سریال بیکارش کردن، ایشون هم مدعی شد تمام خسارت ها رو دادگاهش حکم داده، حالا بهش میدن نمیدن من دیگه کاری ندارم. نه؟ پس وجود قاعده و قانون ضروری است. چرا؟ چون ما انسان ها وقتی داریم کاری رو انجام میدیم، اگر داریم احترام دیگری رو میذاریم و دیگری هم باید احترام ما رو بذاره، اگر این احترام گذاشته نشد باید یک مرجعی باشه و این در جامعه است، این وظیفه جامعه است. ما یه رابطه های انسانی داریم بین خودمون و یه رابطه خودمون با جامعهمون هست، اینجاست که تعیین کننده است. و اونی که من عنوان کردم که باید با هم برابر باشه به این دلیله، وقتی که یک توهین، وقتی غلطه توهین نباید کرد، این توهین نبایستی بگیم آه این دوتا عمامه داره، این یه دونه ستاره داره، این دوتا ستاره داره، این درجهش اینقدر، مثلا میزان باید یکسان باشه. اگه توهین منوچهر شفایی به مثلا منوچهر شفایی است، باید با منوچهر شفایی با رهبرم باید یکی باشه. یعنی اگه بناس من 3 سال زندان بشم و برای رهبرم 3 سال، خب من موافقم. یعنی این از این، چرا؟ چون قانون برابر هست و در واقع آدم ها سعی میکنن به هم تهمت و افترا نزنن. در رابطه با ادیان، مثالی که شما زدید در مورد تحقیق با ادیان، شما تحقیق الان میکنید، الان اسلام به قدرت رسیده، الان سرصدای اسلام در اومده داره زور میگه. قبل از این مسیحیت زورهاشو زده، 700 سال زور زده، 700 سال پدر در آورده و 700 سال کشته. هر دینی رو بگی همین کار رو کرده، هیچ دینی بدون آسیب زدن به قدرت نرسیده. خب یعنی این مقایسه درست نیست. بگی آقا حالا ما نگاه میکنیم این همه ادیان گذشت میکنن، نه اینجوری نیست. همین الان شما الان برید توی گوگل بزنید در اندونزی ببینید که مسیحیان چگونه مسلمان رو کشتن، آتیش رو زدن و با چوبم تو سرشون بزنن. فیلمش هست، در فیلیپین هم هست عکسش، مسلمان ها مسیحیان رو میکشن. این اشکال فکریه، اینا رو نباید مقایسه کنیم. ما با یه اصول صحبت، یعنی ما یک آرمانی داریم به اسم حقوق بشر، این آرمان ما باید یواش یواش گفته بشه، صحبت بشه و بره جلو. و اینو حتما خیالت راحت باشه که اگر قراره روابط متقابل انسان با انسان عالی باشه که در دیگه نیازی به قانون نباشه که درجه یکه، ولی اگر که رسید به یه جایی، اون وقت باید قوانین وجود داشته باشه که اون قانونه که میتونه جلوی این هرج و مرج رو بگیره. جواب دوستمونم آقای احمدی خواب بود فکر کنم، نه؟ بله جناب آقای احمدی خواب. احمدی خواب ایشون هم به من گفتن که اگر یه جامعه به اصطلاح خشنیه، توهین میکنه، فحاشی میکنن، نمیدونم داعش اینه اینه اینه، خب اینجا باید همون روشه. شما کارتون این نیست که چون اون داعش سر میبره تو هم بری سر یارو رو ببری. این قاعده نگاه من نیست و من نگاهم این نیست. میگم اگه داعش سر میبره باید شما از طریق اصولی باید باش راه بیایی یه جوری حلش کنید. الان در آلمان شما میبینید گروه های نازیست و نونازیست هستن، میرن به هایمان میریزن، این کارها رو میکنن، اما نمیگیرن اعدامشون بکنن، اجازه جلسه بهشون میدن، اجازه سخنرانی بهشون میدن، این کارها رو میکنن. چرا؟ چون به مرور میخوان اونا هم آشنا بشن به این قواعد. ولی اگر برن آتیش بزنن، خب دستگیر میکنن، حکم زندان میدن، جریمهشون میکنن، کارها که قانونشون بلده میکنن. اینه که این مبنا رو بر این باید بذاریم، احترام متقابل به حقوق همدیگر، این اصل آزادی بیان اندیشه است. حالا هر اندیشه ای اشکال داره، شما میخوای باش مشکل داری، اگه به تو آسیب میزنه، به تو توهین کرده، میتونی بری به مرجعی شکایت بکنی و مشکل تو پیگیری. امیدوارم تونسته باشم جواب داده باشم. سپاس از شما.
من فقط خودم یک سوال داشتم، چون که الان متاسفانه برفرض مثلا من یک مثال میزنم، توی جوامع غربی مثلا آمریکا، خود آلمان، ما ببینیم بعضی وقتا کاریکاتور حتی رهبراشون رو میکشن و اینو خب یه چیز عادیه، نه توهین نه چیزی، ولی توی ایران اگر کاریکاتور آقای علی خامنه‌ای رو بکشن توهین میشه. من میخواستم ببینم آیا جوامع حقوق بشری به نظرم از اگر وجود نداره کاش ساخته بشه که یه کتاب یه سری بند و اصول بیاد بگه آقا این کلمات رو استفاده کنی توهینه، اینا رو استفاده کنی انتقاده، و یه مرز بین انتقاد و توهین باشه. تو جمهوری اسلامی متاسفانه الان انتقاد کنی حکم توهین علیه نظام از این حکما میچسبونن و به قول معروف دستگیر میکنن. چرا؟ چون میگن شما توهین کردید و قوانین ما میگه توهین نکن. حتی اگر گفته باشه که سفره مردم رو شما کوچیک کردید، مردم رو فقیر کردید، میگن نه شما توهین کردید به ما که چرا مردم. متاسفانه هیچ مرزی از نظر من مخصوصا توی جمهوری اسلامی بین انتقاد و توهین نداره، کمان که شاید تو دوران پهلوی هم همین بوده و گفتن توهین نکنید، ولی هر کس انتقاد میکرد به اسم توهین میگرفتنش و هیچ به قول معروف، حالا آقای جناب مدیری هم اشاره کردن، رفرنسی نداره که چه چیزی انتقاده چه چیزی توهینه. متاسفانه یه دولت عادلی هست انتقاد رو میفهمه، توهین هم متوجه میشه، ولی جمهوری اسلامی هر انتقادی رو توهین تلقی میکنه، یعنی خفقان مطلق، و میگه نه انتقاد باشه، حالا توهین که هیچ، انتقاد هم بکنید توهین تلقی میشه. می‌خواستم ببینم آیا جوامع حقوق بشری حالا چقدر به این قضیه اهمیت میدن و چه مرزی، شما گفتید انسان خودش متوجه میشه، ولی خب بعضی از به قول معروف دولت‌ها و حکومت‌ها هستن که رهبراشون واقعا هیچ بویی شاید از انسانیت نبرده باشن و به خاطر همین دارن حکومت میکنن. می‌خواستم ببینم آیا این چه راهکاری داره که یه مرزی قائل بشه. ممنونم از شما. حالا جناب آقای منیری هم دستشون رو بالا کردن، اگر اجازه بدید ایشون هم صحبتشون رو بکنن بعد شما پاسخ. جناب آقای منیری مایک در اختیار شما، بفرمایید. مرسی. من حالا اتفاقا توی صحبت‌های خود آقای شفایی می‌خواستم یه چیزی بکشم بیرون، اون هم این بود که آقای شفایی انتظار داشتن برای هر کسی مثلا برای اینکه مثلا بهش توهین شده یک مقدار، من که اول از همه من موضوعم رو مشخص کنم، من کاملا با این بحث توهین مخالفم، مثلا کلا به توهین معتقد نیستم و 100% آزادی بیان می‌کنم. به خاطر همین اصلا کلا هر جا بحث توهین پیش میاد دوست دارم این مسئله رو به چالش بکشم که اصلا کلا این بحثش کلا حس بشه. اما آقای شفایی یه جایی گفت که من اونجا معتقدم به مجازات توهین که برای همه یکسان باشه. همین الان یک مثال زدیم راجع به آقای جانی دپ و گفتیم که ایشون به خاطر این افترایی که بهشون زده شد تبعات خیلی زیادی براشون داشت و جریمه فوق العاده سنگینی اون خانم شدن. حالا اگر همین افترا رو یه خانم دیگه مثلا توی یه خانواده نرمال بدون اون تبعات به یک شخص دیگه میزد، مطمئناً مجازات خیلی سبک‌تر میشد. یعنی چی؟ یعنی منظورم اینه که بستگی به اون شخصی داره که ما داریم بهش توهین میکنیم، افترا میبندیم. باید ببینیم چه تبعاتی داره. همونطوری که آیه چی همین الان مطرح شد، ایشون توی سریال بودن بعدش دیگه نتونستن فعالیت بکنن و قاعدتا مجازاتش هم سنگینتر بود بر اساس اون چیزی که ایشون از دست داده بودن، آیه جانی دپ پس دست داده بودن، اون مجازات تعریف شد. پس باز هم الان دوباره اون حرف نقض میشه، اون حرف نقض میشه که مجازات توهین برای همه افراد باید یکسان باشه. ما باید نگاه بکنیم چه تبعاتی داره، در حالی که من بازم عرض میکنم من کلن با توهین، مجازات توهین 100% مخالفم. بعد یه موضوع دیگه هم آقای احمدی خواه راجع به مثلا داعش یه مطلبی رو گفتن، من باز هم برای اون داعش هم حتی اون تریبون آزاد رو معتقد هستم. چرا که از نظر شما آقای احمدی کا، از نظر من، از نظر خیلی ها، این مثلا این گروهک تندرو هستن. از نظر ما این انسانهای خیلی مثبتی نیستن، اما از نظر خودشون چطور؟ اونها هم راجع به ما همینجوری فکر میکنن، اونها هم راجع به ما همینجوری منفی فکر میکنن. یعنی این باز دوباره سلیقه‌ای داریم برخورد میکنیم، یک چیز قانونی ما این وسط نذاشتیم. من میگم آره به همونها تریبون بدیم،
ما هم تریبون خودمون رو داشته باشیم. بعد اون وقت بقیه همه مردم باید خودشون تصمیم بگیرن. همه باید صحبت خودشون رو بکنن، اما همه باید خودشون تصمیم بگیرن و به قول معروف به عقل و شعور انسان‌ها اعتماد کنیم. بذاریم خودشون تصمیم بگیرن که چی کار کنن. مرسی بابت وقتی که به من دادید. سپاس از شما جناب آقای منیر. جناب آقای سبزی هم مایک در اختیار شما، بفهم. خیلی ممنون. من خیلی کوتاه میگم در مورد این قضیه توهین، همین بحثی هم که شد برای سر داعش. من یه سوالی دارم الان از آقای منیری، الان من نمیخوام بحث دو طرفه کنم. من که کلا اعتقاد دارم که باید حق آزادی بیان، یعنی هر شخصی حق داشته باشه اون اعتقاد خودش و اون حالا باور خودش و یا هر چی که هست رو بتونه به آزادی بیان کنه. ببینید بیان کردنش یه چیزه، عمل کردنش یه چیز دیگه است. ببینید الان شما فرض کنید که همون داعشی که میتونه بهش تیریبون داده بشه بیاد جلو شما آقای منیری بگه خب آقای منیری این اینا رو نداره، ریشک زن اینجوری، اینا رو هم که اینجوری اونجوری اینجوری، خب بس سرشو ببره، میشه پس آزادی دیگه، درسته؟ نه خب نه، اون خب دنبال بیان نیستش که، اون دنبال عمله، اون اومده اکشن کنه اصلا قضیه رو، اصلا دنبال بیانش نیست، این اصلا وای نمیزه شما حرف بزنید، اون میگه شما اینا رو دارید یا ندارید، بعد اصلا دنبال تیریبون هم نیست، اون اصلا بحثش اون نوعی راه دیگه رو داره میره، اون نمیگه که به من تیریبون بدید من این کارو، من میگه این قانون منه، حالا من اسمم بهش نمیدم، ثروتم نمیدم بهش، حالا هر چی که میشه اسمشو بذارید، میگه من اینم با این قوانین، میتونید بمونید، نمیتونید به قول اون خانمه جمع کنید برید، یعنی کلا داستانشون همین بیان اسخایم کنم، بیان کردن این که من بیام نظرمو بیان کنم مشکل نداره، ولی این که بیامو عمل کنم، ببینید من اصلا شاید بیام یه سوال بهتر بپرسیم، شاید اعتقاد من برخلاف اعتقاد شما باشه، شما میگی آب، من میگم خورشید، من میگم شب، شما میگی روز، شاید اصلا اعتقاد من توهین به اعتقاد شماست، بالاتر از این داریم؟ نمیدونم، حالا شاید هم داشته باشیم، اعتقادی که من دارم بالا، یعنی دقیقا توهین به اعتقاد شماست، اعتقاد شما دقیقا توهین به منه، من باز اجازه میدم که شما به اون اعتقادی که دارید رو بیان کنید، البته نظر منه، ولی شما هم به من اجازه بدید من اعتقادمو بگم، اگر نذارید خب من همونجوری با شما رفتار میکنم که شما دارید با من رفتار میکنید، در نهایت هم بگم آقا صحبتی من با شما ندارم، بعد میشم میرم، یعنی آخرش اینه، کاری با شما هم ندارم، مگر که دیگه حالا داستان دیگه بشه، ولی این که بیایم بگیم که بالا نظر من، این نظر شخصی منه، این که بیایم بگیم نه حالا یه کسی بیاد برای من بگه آقا اینا توهینه، اینا توهین نیست، اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست، یعنی شما یه مدرسه رو هم فرض کنید وقتی یه قانون میذاری شما امکان نداره 4-5 نفر اون زیر یه به اصطلاح یه حرکتایی میکنن، امکان داره یه مدرسه کوچولو، شما یه کشور یه دنیا رو دارید سرش بحث میکنید، بعد انقدر هم قدرت هست که بخواد بزنه دوباره زیر اون کتاب قانون نوشته یا هر چیزی. البته باز نظر منه، به نظر من بیان با عمل خیلی فرق داره، یه سری ها بیان نمیخوان بکنن، میخوان عمل کنن، حالا باز میگم نظر شخصی من. سپاس از شما جناب آقای سبزیان. بله درسته، ولی خب حالا بشنویم بقیه دوستانو و بعدش آقای جناب آقای شفایی. جناب آقای احمدی خب بفهم. وقت غیر مجدد ببخشید، شما فکر کنم بد برداشت کردید، بحث اینه که داعش یا جامعه ستیز اهل گفتمان نیست، اهل آگاهی دونستن نیست، اینا میگن آقا یه کتابی هست، یه ایدئولوژی هست، تموم شد رفت، هر کی تو خط کش تو معیار بود حق صیاد، هر کی نبود باعث افتخارشونه که طرفو بکشن، حالا داعش میگه میریم بهش و خیلی هم راحت و موقع که میخوان انتقادی کنن، بعد کسایی که تو این زمینه یه ذره آگاهی دارن، یعنی با اینا مبارزه کردن دیدن، یعنی اینا یه قاشق هم روشونه،
یه سپری برای ببخشید برای دستگاه تناسلیشون دارن که قبل از اون هم این کارو میکنن که میگم بعد از اون پشت پیغمبر نماز بخونیم با قاشق هم غذا بخوریم ببخشید دستگاه تناسلی اونم باشه باز خوبی. این فرد یا این تفکر یا تفکرات ایدئولوژی حالا تندرویی که هست اینا میگن آقا یا چارچوب منو قبول دارید یا میکشید، نمیاد بشینه با شما صحبت کنه، مثلا فرصت صحبت نمیده. نه مرد عمل هم مرد گفتمان نیست، باعث افتخارش اصلا نمیذارن شما بحثشون رو بکنید. وقتی طرف میگه مثلا من یه 20 نفر رو بکشم 10 نفر رو بکشم بهش بهم واجب میشه و در بهش رفتن و هم تراز با هم نشینی با پیغمبر ذهنیش داره، اصلا نمیاد با تو صحبت بکنه. حالا من میام بگم آقا من توهین نکردم، این کلمات توهینه، این کلمات چه میدونم انتقاد، اصلا طرف نمیذاره تو قبل از اینکه تو صحبت بکنی اون ماشاش کشیده. من نمیدونم اگه بخوایم فانتزی به نظر من نگاه کنیم آره میتونم من بشینم صحبت کنم، ولی حداقل تا اون هم به این آگاهی برسه حداقل 10 سال تمام، این 10 سال هم معلومه چند هزار نفر یا چند میلیون رو اگر بازشون حقوق قائل بشیم اجازه بدیم تو جامعه تردد کنم نابود بکنم، اصلا ببینم از دنیای متمدن تا اون حد آدمی میمونه که بعدن دوباره بشینیم با هم برابر صحبت کنیم. من تفکرم اینه حق آزادی حتی حیات وقتی معنی پیدا میکنه به نظر من که اطرافیانت هم تا یه حدودی قبول داشته باشن، در اصل ارزشی قرار نیست بوده حیات شما، عدم حیات شما رو بوده خودش امتیاز میدونه، ثواب میمونه، رسیدن به ایدئولوژیش میمونه. من اصلا نمیتونم با این آدم صحبت کنم، میخواد منو بکشه که به یه فرصت بهتری بده. متشکرم. سپاس از شما جناب آقای احمدی خان. فقط من یه نکته رو اضافه کنم، عقیده شخصی خودم هست این که به قول آهرا اگر دوستان دیگه هم در این خصوص صحبتی دارن خوشحال میشیم همراهی کنم، که حتی توهینم جز یعنی به نظرم حتی رو توهینم نباید برچسب سانسور زد که لطفاً توهین نکن، توهین بکن ولی خب آدم بیادبی هستی. این نظر شخصی منه، یعنی چون بعضی از منتقدا هستن چه شاعر چه منتقد، امثالشون هم شاید اسماشون رو زیاد شنیده باشیم، قلم خیلی تندی دارن، شاید بین صحبتاشون و کلماتشون حتی فوشای رکیک هم بیاد، نمیتونه جور دیگه ای بنویسه، ولی خب شاعر یا منتقد بیادبی هستش، ما میتونیم بگیم بیادب، ولی خب نمیتونیم بگیم چون داری بیادب میکنی ساکت باش. این نظر شخصی من هستش. جناب آقای احمدی خان، جناب آقای طایف بفرمایید، ما در اختیارشون. بله ممنونم از این که مایکو در اختیار من قرار دادی. من راجع به دو تا موضوع میخواستم صحبت کنم. اول اینکه جناب شفایی فرمودن که خب برای همه باید مجازات یکسان باشه، چه برای من سعید، چه برای جناب شفایی، چه برای شاهی مملکت، ولی از این ور میبینیم که یک بازیگر معروف تو دنیا یه افترایی بهش زدن، یه توهینی بهش کردن، بعد این تبعاتش اومد و میلیون ها دلار این خب ضرر و زیانش رو گرفت از خانومش که قبلاً حالا خانومش بود. وقتی یک توهین به شاه مملکت، به ولایت فقیه، به یک رئیس جمهور، به یک آدم مهمی میشه، خب تبعاتش به تب بیشتره. وقتی یک بازیگر این همه ضرر زیان میگیره، خب وقتی به یک شاه داره توهین میشه، به یک شخص رئیس جمهور، به یک آدم متشخص توهین میشه، خب بالاخره تبعاتش بیشتره و این میاد تفاوت رو اینجا باز ایجاد میکنه. خب الان خانم من بره از من شکایت کنه، خب من میگم که آقا به من توهین شده، بعد شخص معمولی هم کسی منو نمیشناسه، خب میگن آقا توهین کرده که کرده، ولی وقتی یکی تو جامعه مشخصه، تو دنیا متشخصه، مشخص بازیگره، میگه آقا آبروی من رفته و شاه مملکتم داره رو همین منوال داره حرکت میکنه، یا ولایت فقیه یا هر کی. این سوال اولم بود که حالا میخواستم جناب شفایی اینو واسه من توضیح بدن. و دوم این که نسبت دارین، دوستان دارن نسبت به گروه ها صحبت میکنن، مثلا داعش و این یکی ها، بعد از نظر خود من اصلا اینا صاحب ایدولوژی نیستن، مثل مارک و نیچه و نمیدونم بزرگانی که مثلا صاحب ایدولوژی بودن و یه ایدولوژی آورده، اصلا از نظر خود من اصلا اینا ایدولوژی ندارن، اینا یه بیراهی رو دارن میرن که ما وقتی بخوایم به اینا تریبون بدیم، به اینا حق صحبت بدیم، حق نظر بدیم، یعنی داره جامعه اینا رو قبول میکنه، یعنی اینا داره واسه خودشون دارن نیرو جمع میکنن و بالاخره سری بین سرا در میارن، نیرو دارن، بعد وارد جوامع میشن. همونطوری که ببینین الان طالبان
خب مشخصه دارن تو افغانستان قلقم میکنن، نمیذارن بچه ها مدرسه برن، دارن دخترها رو میفروشن، بردهداری رو رواج دادن، ولی خب الان کشورهای اروپایی دارن باهاشون مماشات میکنن، صحبت میکنن، دارن واسهشون تریبون میدن. یعنی چی؟ یعنی ما شما رو قبول داریم؟ اگه اینها ایدولوژیه، بس اون موقع من فکر کنم مارک و نیچه و بعد بقیه رو اصلا بذاریم کنار دیگه، اصلا ایدولوژی کلا معنیش فرق کرده. میخواستم اینم با دوستان به اشتراک بذارم. ممنونم از اینکه مایک در اختیار من دارم. سپاس از شما جناب آقای تایی. بانو بیرجندی، مایک در اختیار شما، بفهم. سپاسگزارم از فرصت دوباره که به من دادین. من حالا صحبتی که میکنم در واقع در قالب سوال نیست، دوست دارم نظرم رو بگم و حالا اگر که جناب شفای سایر دوستان هم نظری در مورد داشتن خوشحال میشم که بشنوم. ببینید، از نظر من فکر کنم این در واقع این نزاع، این مسئله که هست الان، یه چیزیه که هنوز در واقع تا الان پایانی نداره. یعنی یه نزاعیه که از گذشته تا الان همچنان ادامه داشته و حالا این بحثایی هم که داره میشه در واقع باز پایانی نداره. چون من معتقدم که درست آزادی بیان ما معتقد بر اون هستیم و خب خیلی از انسانهای دیگه در جوامع دیگه هم معتقد بر اون آزادی بیان مطلق هستن، اما بنا به هر جامعه یا هر کشوری یا هر نوع سیاستی من فهم کنم در دنیای واقعی اون آزادی بیان، اون تعریفی که میشه یه جوری به طور اجتماعی ساخته میشه، یعنی یه ساختار اجتماعی بهش داده میشه. اینه که شاید اون تفاوت رو در واقع نمیشه ازش یه نتیجه گیری درستی کرد. اما یه مسئله که به خصوص میخوام در موردش صحبت کنم در مورد خود قضیه مسلمانان هستش. حالا ما میگیم ادیان دیگه خیلی کارهای دیگه کردن، اوکی، هیچ حرفی درش نیست، اما در دنیای الان در واقع بخوایم در نظر بگیریم، با توجه به اینکه میدونیم که بسیاری از ترورها، بمبگذاری‌ها یا اتفاقات داره توسط مسلمانان صورت میگیره، حالا از هر کشوری اصلا فرق نمیکنه، من این برام خیلی جای تأسف داره و ناراحت کننده است که حتی همینجا تو آلمان هم یه اتفاقی که میفته همه کسایی که حالا مسلمانان همش میگن خدا کنه طرف مسلمان نباشه، خدا کنه مثلا این از این بخش نباشه. اینه که یه همچین مسئله جا افتاده. و اون کاریکاتوری که من حالا یادم هست که عکس پیامبر اسلام رو کشیده بودن و یه بمب گذاشته بودن روی سرش، خب این مثلا نشأت گرفته از یه همچین موضوعی بوده با توجه به اتفاقاتی که تا الان افتاده. اما اون نظری که دارم اینه که خب ببینید، این اتفاقات افتاده، یک نویسنده، یک کاریکاتوریست، یک هنرمند اومده اون نقدش رو در مورد اون مقدسات یا اون دین یا اون کردار اون افرادی که حالا پیرو اون دین هستن، که میگم به خصوص راجع به اسلام میگم، اومده این رو نقد کرده به این صورت. از اون طرف هم اومده توسط یک سری حالا تندرو یا افراطی و حتی همین کتاب آیات شیطانی که گفته شد توسط آقای سلمان رشدی نوشته شده بود، 90% کسایی که اومدن معترض تو خیابونا و سرصدا کردن و حتی حکم اعدام و این چیزا هم براش صادر کردن، یک صفحه از اون کتاب هم نخونده بودن. اینا همه در واقع تحریک شده توسط اون رهبران دینی که حالا من فکر میکنم، اگه اشتباه میکنم آقای شفایی لطفا من اصلاح کنید، که فکر میکنم از پاکستان هم شروع شد، دقیقا نمیدونم این قضیه رو، مطمئن نیستم، اومدن این تحریک کردن اون مسلمان ها رو که آره این کتاب اومده توهین شده. ولی من طبق شنیده ها که میگم، منم نخوندم، طبق شنیده ها میدونم که این یک رمان بوده و راجع به یک هجرت غم‌انگیزی اومده این نویسنده نوشته و یه نقدی کرده. حالا صحبتم رو کوتاه کنم و بگم که اگر که بیان در واقع هر دو طرف، یعنی مخصوصا اگر این اتفاق از طرف یک کسی که نقد کرده پیش اومده و یک انسانی که حالا معتقد هست به یک دینی و بدونه که طبق اون مقدساتی که اون داشته یا اون اصول دینی که اون داشته یک تروری، یک کشت و کشتاری صورت گرفته،
اون هم بیاد به لحاظ اخلاقی دقیقا اینو میگم یا همون چیزی که به اسم وجدان در واقع میشه در نظر گرفت، اون هم بیاد معترض بشه به این که اون مقدسات رو در قالب این که انسانهای دیگه کشته نشن نمیپذیره، شاید سکوت نکنه، این یک تعادلی بشه در واقع برقرار کرد بین این قضیه. ممنون از این که این تایم رو من دادین، عذرخواهی میکنم خیلی صحبت کردم. سپاس از شما بانو بیرجندی. فقط من هم یک نکته بگم و مایک در اختیار جناب آقای شفای. نکته ای که هستش، ببینید، یه نکته اول این که جناب آقای طایف گفتن که اصلا نباید به داعش تریبون داده بشه. من میگم به همه باید تریبون داده بشه، چون طرز فکری که شما الان داریم نسبت به داعش، ما هممون داریم نسبت به داعش، روح الله خمینی داشت نسبت به آیات شیطانی و کسی که محکومش کرد. و من نظرم این هستش که خب اینجا سلیقه است و من میگم اگر کسی با قلمش، یا اون کسی که میاد کاریکاتور پیامبر اسلام میکشه، با قلمش میاد کاریکاتور میکشه و نقد میکنه، مخالفاش هم بیان با قلمش ثابت کنن که داره اشتباه میکنه و اون دیگه به عهده من و بقیه هستش که کدومو انتخاب بکنیم و با عقلمون بسنجیم. یعنی حتی اگر یه تروریست بیاد واسه من صحبت کنه، اگر من مخالفشم بیام دلیل بیارم که داره اشتباه میگه و دیگه انتخاب با شما، با کسایی باشه که میشتمن که تروریسته و ایدئولوژیشو انتخاب کنن، یا منی که دارم به قول معروف ضد تروریسته صحبت میکنم میگم نداره اشتباه میکنه. فقط خواستم اینو بگم و نظر جناب شفایی مایک در اختیار شما، بفهم. مرسی. البته چون بحث اصلا آزادی بیان اندیشه است، دوستان هم صحبتاشون رو کردن و هر کسی هم نظرش رو گفته، قاعدتا هم برای خودشون محترمه هم برای من شنونده قاعدتا محترمه، چون دارم گوش میکنم. اما چند تا مطلب من کوتاه فقط عنوان بکنم. یکی این که شما وقتی در نگاه میکنید میگید توهین مثلا به شاه با توهین به من فرق میکنه، نه، توهین فرقی نمیکنه، کوچیک و بزرگیش هم فرقی نمیکنه، اون دادگاهی که حکم صادر میکنه. برای من اگر قرار به من توهین بشه، باید بگن از یه ماه تا سه ماه، از یه ماه تا سه ماه، مثلا به آقای حسن آقا از یه ماه تا سه ماه، به خمینی هم یه ماه تا سه ماه. این درسته، یعنی از نظر اصول، ولی حالا ممکنه کشوری هر قاعده دلش میخواد برای خودش میذاره، هر کاری دلش میخواد میکنه و من کاملا موافقم با آزادی بیان اندیشه به طور مطلق، اما دارم، چون وقتی به این صورت بشه در واقع یک بلبشوی خواهد بود، چون من به دلخواه خودم هر آنچه دلم میخواد میگم، شما هر چی دلتون میخواد میگید، نتیجتا نه من به نتیجه میرسم نه شما به نتیجه میرسید. این گویای آزادی بیان اندیشه به طور کامل نیست. آزادی بیان اندیشه تا حدی که به دیگری آسیب نرسونه و حق اونو پامال نکنه، این قاعده است. یا حالا میتونیم فکرهای مختلف بکنیم، من اصلا با مثال داعش، با مثالهای مختلفی که زده شده یا اینا اصلا موافق نیستم، چون اینا مثالهای فردیه. نه، ما وقتی خودمون باور داشته باشیم که آزادی بیان اندیشه داریم، آزادی بیان اندیشه دیگرم گوش میکنیم. حالا اگر به ما توهین کرد، به ما برخورد، ما نبایستی یقشو بگیریم سرشو ببریم، ما بایستی باش برخوردی بکنیم که قاعده داشته باشه. حالا اگر قانونی وجود داره، ایشون توی نشریه‌ای رسما به من توهین کرده، من باید برم به اون قاعده یا به اون قانون یا به اون محکمه که وجود داره اعلام بکنم آقا ایشون توهین به من کرده، شکایت کنم و بیام. و این منطقیه در واقع که یه جایی آدما یاد بگیرن که تا یه جایی میتونن به دیگری از نظر ذهنی آسیب برسونن. من احساس میکنم که بحث امروزمون از نظر من تموم شد. من خودم هم خیلی خسته شدم حقیقتا، و اگر هم دوست دارید میتونید یه جلسه دیگه بذاریم باز بشینیم صحبت بکنیم. ولی خب به نظرم بحث های بدی نبود، صحبت ها خوب بود،
و دیگه هر کسی هر نتیجه‌ای برای خودش میتونه بگیره، چون به هر حال من آزادی بیان خودم رو اعلام کردم، اندیشم رو بیان کردم، حالا بعضی دوستا قبول میکنن بعضی قبول نمیکنن، دیگه دو بار تکرار شده این بحثا و دیگه ادامهش برای من کافیه. حالا این دوستان باز خودتون صحبت کنید، من میشینم و گوش میکنم در خدمتتون هستم. سپاس از شما جناب آقای شفایی عزیز بابت صحبت کاملتون. جلسه بسیار خوبی بود، تا حدی جوابمون رو گرفتیم و آگاه‌تر شدیم. دوستان عزیز، اگر کسی صحبتی دارن، نقطه نظری، سوالی، که دستشون رو بالا ببرن. جناب آقای منیری، مایک در اختیارش. مرسی. من فقط خواستم یه نقدی روی صحبت آقای شفایی داشته باشم. قسمتی که ایشون فرمودن باید به یه نتیجه برسه، همونطوری که خودتون آقای کریمی فرمودید. البته بعدش آقای شفایی دوباره حالا یک مقدار متفاوت‌تر بود جمله‌شون. قرار نیست حتما به نتیجه برسه. قرار نیست ماها حتما با هم توی یک موضوع به یه نتیجه مشترک برسیم. مهم اینه که دقیقاً همه حرفامون رو بزنیم و همه حرفامون رو بشنون. حالا دیگه هر کسی بر اساس سلیقه و میل و منطق خودش تصمیم میگیره که کدوم مطلب درست تره. مرسی و خسته نباشید، همه واقعا زحمت کشیدن. ممنون. سپاس از شما جناب آقای منیری هست. جناب شبایی، اگر شما صحبتی دارین که بفرمایید، اگر نه که نه دیگه، من صحبتی هم چون من هرچی بگم باز آقای منیری میخواد بیاد نظر من رو رد کنه دیگه. خداحافظ، خسته نباشید. یه حله، نه من مشکلی ندارم، نظرشون میگه منم گوش میکنم دیگه. حالا ایشون هم آخر صحبت کردن، ما حرفی نداریم. نه، تسلیم آقای منیری هست، چون همیشه این بحث هست دیگه. تا یه چیزی من میگم، آقای منیری باید بیاد یه کلمه جا به جا بکنه، یه جوری موضوع رو برگردونه. درسته که اصلا حرف ایشون با من اصلا منافاتی با هم نداشتیم و اصلا هم دلیل نداره با هم توی خط باشیم و حتما هم میتونیم متفاوت فکر کنیم، ولی اصل قضیه اینه که آزادی بیان اندیشه تا جاییست که به دیگری احترام دیگری از بین نره و حق دیگری پامال نشه. و سلام، این جام، این کل قضیه است. مرسی، خسته نباشید. سپاس از شما. خب، خسته نباشید همگی دوستان و همکاران. این جلسه در ساعت 19:32 به پایان میرسه. ممنونم از همکاران و دوستانی که ما رو در این جلسه و در این فراخوان ویژه همیاری و یاری کردن. عزیزان مسئول جلسه، منشی جلسه آقای عبدالمجید بازداران، دوستان ضبط صدا و تدوین جناب آقای احسان احمدی خواه و بانو سمانه بیرجندی، و دوستان ادمین جناب آقای حسن حمزه‌زاده و جناب آقای محسن سبزیان. ممنونم که